دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده این مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت سرکار بانو سارای گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. حضور شما عرض کنم که در سال 1357 تمام دنیا بر علیه شاهنشاه آریامهر بزرگ بسیج شد. با این صحبت آغاز میکنیم کارمون رو. پیش از اینکه کار رو آغاز کنیم، از همه شما بینشگران خوب برنامه میان پرستان خواهش میکنم که طبق معمول لطف و محبت بفرمایید و برنامه خودتون رو عرض کنم یاری بدید، همیاری بکنید، کمک بکنید تا ما هم بتونیم در زیر سایه شما انجام وظیفه بکنیم. در این لحظاتی که تمام دنیا رفته تا آخرین زور خودشو بزنه تا جمهوری اشغالگر اسلامی رو روی پا نگه داره، اما کور خوندن. اینقدر ناراحت نباشید. توی دنیاهای مجازی من میبینم پیامایی که میاد، نترسید
ما همه با هم هستیم. تا ملت نخواهد دنیا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. محکم بشینی سر جاتون، آدم سیاسی، آدم مبارز، آدمی که مبارز سیاسیه نه سیاست مدار، آدمی که مبارزه با قوره و مویز و کشمش و گردو و باقلوا و ماست سردگرمیش نمیشه. محکم بشینی سر جاتون، مطمئن باشید که کارشان تمام است، رفتنی هم. مطمئن باشید. پیش از اینکه کار را آغاز کنیم، سه تن از همیهنان عزیز، آقای آلن از کالیفرنیا $100، آقای ناصر $30 و سرکار بانو پروانه $50. آقای آلن $100، آقای ناصر $30 و سرکار بانو پروانه $50 لطف و محبت کردن که امیدواریم امروز بتونیم به اتفاق هم عرض کنم حضورتون یه همیاری داشته باشیم برای حفظ سنگر ایران آریایی. و در ضمن خیلی هم ممنونم به خاطر محبت هایی که دارید نسبت به برنامه دوشنبه و برنامه های روزهای قبل. ببخشید اگه من گهگاهی یادم میره، به هر حال خیلی از همتون سپاسگزارم، لطف و محبت میکنید و امیدوارم که منم بتونم همچنان در خدمتتون باشم و با هم این مسیر روی مبارزه رو ادامه بدیم. اما یه عده‌ای میشینن جلوی دوربینا و میگن که در انقلاب، یعنی این لغت رو جا انداختن تو دهن همه، مثل کودتای 28 مرداد، در انقلاب 57 مردم آمدن تو خیابون، شاه فرار کرد، شاه رو بیرون کردن و لشکر پیاده تاج و از سرش برداشت. خب وقتی شعور نیست، سواد نیست، جان در عذاب است. وقتی آدم مزدور باشه، نوکر باشه، شخصیتاً بی سواد باشه، ابله باشه، خب یه کارش نمیتونی بکنه. وقتی یک عمر به ملت دروغ بگی، حالا به عنوان شاعر، ترانه‌سرا، خواننده، حالا هر چی، یه عمر مردم دروغ بگی که پول موادتو در بیاری و بتونی به هر طریقی هست، با هر شایعی هست خودتو مطرح نگه داری، خب دیگه تکلیف مشخص. کسانی که هنوز نمیدونن پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان ایران متعلق به پهلوی نیست، این پرچم ملت ایرانه، بعد ادعا میکنن میگن ما مثلا هنرمند سیاسی هست، اون بیسوادیه دیگه، اسمش چی بدونه باشه. و یه عده هنوز براش فندک روشن میکنم، و حالا اون عده باید گریست. به قول معروف به یه آخوندی گفتن که حاج آقا به نظر شما چه کسایی عقلشون پاره سنگ برمیداره؟ البته جمله دیگه به کار بردن، حالا من اینجا از این لغت استفاده میکنم، گفت کسایی که به من آخون میگن التماس دعا. اینو خود آخونده همیشه دهن به دهن تو خودشون میچرخونن. اون کسی که میره و آواز میخونه، اون داره وظیفهشو انجام میده. اون کسی که پای منبر اینا میشینه، اون از اون خائن تره. و در سال 57 انقلاب نبود، شورش بود. شورشی بود که تمام دنیا از چپ چپ تا راست راست، از کاپیتالیست ها تا کمونیست ها، همه دنیا دست به دست هم دیگه دادن تا محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامهر بزرگ، ابر مرد تاریخ ایران و جهان، بنیانگذار تمدن نوین، خدای ایران رو از ایران ببرن. شاهنشاه می دانستند که اگر بمانن و مقاومت بکنن، که می توانستن بمانن و مقاومت بکنن، این داستان یعنی این آتش زیر خاکستر از یک جای دیگه می زنه بیرون. بهتر آن است که با یک تدبیر سیاسی مردم رو به آرامش دعوت کنن، و این کار رو الازد کردن، مردم رو به آرامش دعوت کردن و از مردم ایران خواستن که مردم، یعنی از همه طبقات مختلف مردم، حتی الازد به روحانیون، به کسانی که حداقل ادعا میکنن و میگن که ما به دنبال سیاست نیستیم چون سیاست آلوده است به دروغ، به کشتار، به تزویر و ریا، ولی دین
به گفته خودشون به دنبال معنویات، نه به دنبال مادیات. و اتفاقا گده از بخشی از آخوندها فرمایشات آریامهر رو قبول داشتن و وارد معرکه نشدن، به خاطر همین خیلی هاشون اصلا حمایت نکردن از خمینی، حتی رفتن مشهد و از قوم هم رفتن مشهد و به دیدار این بیمار روانی جنایتکار که یک آدمکش حرفه‌ای بود خمینی، یک بیمار روانی عرض کنم مأمور حرفه‌ای انگلیس ها بود. این یه روزی به همه تون ثابت خواهد شد، مطمئن باشید، چه من باشم چه نباشم بهتون ثابت میشه. و علیحضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ به تمام طبقات مختلف مردم این توجه رو دادن و گوش نکردن، نه طبقه کارگر نه کشاورز. من از مردم خورده نمیگیرم، چون آنهایی که باعث شدن ملت ایران بیان تو خیابونا، اونها خیانت کردن، در رأسش مصدقی های ایران بر باده، شاگرد پادوهای محمد مصدق السلطنه، آن خائن خبیث کودتاچی، و بعد توده ای های همیشه خائن که همه جا نفوذ دارن، و بعد چپ وابسته به عنوان بازوی مسلح دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران، یعنی توده ای ها به اصطلاح دفتر سیاسی اتحاد شوروی در ایران بودن، و چریک های فدای خلق روسیه اونها بازوی مسلح بودن، به علاوه سازمان تروریستی مجاهدین که آنها هم بازوی مسلح دولت انگلیس بر علیه شاه و مردم بودن. پول بازار هم اومد وسط از طریق حزب دموکرات امریکا، چپ اروپا، دولتین آلمان، فرانسه و در رأسش انگلیس، دشمن سنتی و قسم خورده ایرانیان، پولا رو دادن زیر تشکچه اون بیمار روانی در نوفل لوشاتو، برای همین هم آوردنش تو پاریس، تو فرانسه، و پولهایی که قذافی و عرفات و صدام حسین و حافظ اسد و دیگران جمع جور کردن تا رسید تو پاریس، 600 میلیون دلار اون موقع بهش پول دادن، صحبت بر سر 67 میلیارد 60-70 میلیارد الانه، و یک توطئه جهانی، همین توطئه‌ای که الان اینو دارم بهتون میگم با این مقدمه میخوام دلیلی دارم، همین توطئه الان بر علیه پرزیدنت ترامپ هست. من بدو میگم بد، خوبو میگم خوب، پامو رو حق نمیگذارم. آنجایی که میگویم به شما ملت ایران که ما باید دستمون رو بگیریم رو زانوی خودمون بگیم یا رستم، بهتون میگم و انتقادم هم میکنم، مهم نیست از چه دولتی، امریکا میخواد باشه، اسرائیل باشه، هر کی میخواد باشه، چون برای من اول ایران مهمه. من واقعا معتقدم چو ایران نباشد تن من مباد، وقتی ایران نیست به گور پدر دنیا، به همین صراحت هر چی میخواد بشه تو دنیا بشه، برای من نه جالبه نه مهم، خیلی راحت، چون برای دنیا هم مهم نیست چه بر سر ایران و ملت به گروگان گرفته شده ایران میاد. بعدو میگم بعد، خوبو میگم خوب، همان توطئه ای که بر علیه اعلی حضرت همایون، محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامهر بزرگ، ابر مرد تاریخ ایران و جهان، دنیا اون دست به دست رو دادن و اون هماهنگی رو کردن بر علیه اون خدا بیامرز، همون برنامه رو امروز چیدن برای ترامپ. اگر شما در تاریخ ایالات متحده امریکا دیدید در یک گوشه از صفحات تاریخ، از اولیش جورج واشنگتن تا این آخریش ترامپ، اگر دیدید یک رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، فرقی نمیکنه مال کدوم حزبش، اگر دیدید به اندازه پرزیدنت ترامپ در بعد از 2 سال، یعنی 2 سال این آقا اجاره نشین کاخ سفیده، خیلی ها نه 2 ماه، تا 2-3 ماه، 4 ماه، 5 ماه آره بوده، تا 6 ماه بوده، اما پس از 2 سال هنوز بیان بر علیهش پرونده سازی کنن، اسم این جز توطئه هیچی دیگه ای نیست. چرا؟ آها، میخوایم به اینجا برسیم. اگر خاطر مبارک شما همیهنان عزیز باشه، که حتما باید باشه، حضورتون عرض کردم ترامپ، پرزیدنت ترامپ برای زدن جمهوری اسلامی به کاخ سفید رفت، یعنی نرفت، بردنش. من زیر بار این حرفا نمیرم، رای گیری و کالیفرنیا رایش خیلی مهمه، نه فلوریدا خیلی مهمتر از ماساچوست، من زیر بار اینا نمیرم،
به اندازه عقل و شعور خودم میدونم تو این دنیا داره چی میگذره. اگر ندونم پس 55 سال 55-60 سال حالا 10 سالش هم بزنیم چه، پس ما 40 سال تو این دنیا یه چی دیگه فقط داشتیم مثل مولا دور خودمون میچرخیدیم اینکه خودمونو پیدا کنیم. این آقا رو بردن توی کاخ سفید برای زدن جمهوری اشغالگر اسلامی تا روزی که زندم هم رو حرفم میمونم. چطوری میخواد بزنه، چه هدفی داره، چه برنامه‌ای داره رو من نمیدونم ها، یا اگه میدونم پیش خودم میمونه. اما یک چیزی رو مطمئنم، این رئیس جمهور، این شخص، این اومده بساط جمهوری اسلامی را ببرد. یک بار دیگه میگم، ترامپ اومده جمهوری اسلامی را ببرد. اما امروز جهان در سال 2019 میلادی، همین الان 1979 نیست، الان 1969 نیست، الان 1989 هم نیست، الان 1999 هم نیست، الان 2009 هم نیست. راحت بهتون بگم این جهان جهانی است که با دوره‌های قبل فرق میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه هرچه عمر کره زمین طولانی تر میشه به تعداد کشورها اضافه تر میشه. شما برید نقشه جهان رو بذارید جلوتون نگاه کنید ببینید این دنیا چقدر نقشه سیاسی جهان رو عرض میکنه، چقدر دچار تغییر و تحول شده. اما هیچگاه به مانند الان این تغییر و تحول ها نه اینقدر وسیع بوده و نه اینقدر پیچیده. به طوری که شما الان اروپا رو که نگاه بکنید، اروپایی که تا پیش از شورش 57 خیلی راحت نقشه اروپا رو که میذارید جلوتون کاملا مشخصه. پاتو که میذاری از تو استانبول، یعنی میاد به اصطلاح قسمت اروپایی که حالا خط‌کشی‌های استعماری کردن میگن آقا از اینجا اروپا است، حالا اینا میگن زده تو هم بگو زده. شما وارد اروپا میشی میشدی کاملا مشخص بود، میومدی این طرف میشد اروپای شرقی، آلبانی، بلغارستان، رومانی، مجارستان، چکسلواکی، لهستان، آلمان شرقی و شوروی و مجارستان و خدا فس و تموم شده. این طرف هم تعریف مشخص بود، میرفتی طرف یونان و ایتالیا و ارزم بزرگ شما قبرس و مالت و اسپانیا و پرتغال و فرانسه و چه و چه و چه و این کشورهای کوچولو موچولو، سوئیس و اتریش و آلمان و هلند و انگلیس و نروژ و بقیه ماجرا. الان همون قاره اروپا، چون قاره اروپا که عوض نشده که، نرفته یه جای دیگه که، همون نقشه قاره اروپا رو بذارین جلو تو الان بشین نگاه کنید ببین مثل قار چقدر کشور زده بیرون. چون کشورها تعدادشون زیاد شده، دارای رهبران سیاسی شدن، طبیعتاً تفکرات بیشتری اومده رو کره زمین. چون تفکرات بیشتری اومده، نظرات بیشتری اومده، اختلافات بیشتری میاد. چرا اعلیحضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم مدام میفرمایند امروز فقط اتحاد به یک پارچگی ایران فکر کنید؟ همون حرفی که رضا شاه بزرگ، همون فرمایشاتی که اعلیحضرت جاوید، رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ زدن، همون فرمایشات رو اعلیحضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم میفرمایند. یک پارچگی کشور. پس ما اول باید متحد بشیم، چون اگر متحد نشیم هر کی ساز خودشو بزنه، مثل همین جریانی که الان تو لندن راه انداختن، یه عده تجزیه طلب پیش حسن صدقه خور جمع شدن، لگن فروش دزد که میخواد همه جا حضور داشته باشه، دزد دیگه، آدم پسفدات بیشرفی که میخواد همه جا باشه چون مزدوره. ما مرده، همتون زنده. اگر تق این در نیامد سر منو بزنید، اگر غیر ازش شما هر چی دلتون میخواد به من بگید، اگر متوجه نشد، اگر تقش در نیامد این عامل جمهوری اسلامیه، هر چی شما میخواد به من بگید. من الکی به کسی چرا نمیگم علی منقلی عامله، علی منقلی عامل پولی که بزاد منقلش بده، این عامله. این حالا از این شاخه به این شاخه نمیشم، اینا رو میگم که ذهنتون آماده باشه. تا زمانی که این یک پارچگی و این وحدت و این اتحاد ملی به وجود نیاید، این جهان حال روزش همینه، کشور ما هم حال روزش همینه. چون جهان دارای رهبران زیادی شده، کشورهای زیادی اومدن، یه سری اقلیت‌های قومی اومدن برای خودشون زیر نظر استعمار برای خودشون کشور زدن، مثل چیزی که به خودش میگه کشور آذربایجان یا چیز مندر آوردی، همینی که الان دنبال جریان کردستانن.
کردستان رو میخوان از عراق جدا کنن، از ترکیه جدا کنن. خب آرزوشو به ما نمیرسه، از اونجا آغاز میکنن. مثل جریانی که الان در سوریه راه افتاده. چرا سال هاست چند ده هست در لبنان بزن بزنه؟ اتحاد در بیروت نیست، حکومت مرکزی در بیروت در بداغونه. یه موقع فالانجا به اون منطقه حکومت میکردن، بعد یه موقع مسیحیان اومدن، بعد یه موقع دست راستی های نمیدن افراطی اومدن، دست چپی ها اومدن، کمونیست ها اومدن، حالا افتاده دست شیعیان، بعد دست سنی ها. آرامش نمیاد اون منطقه. چرا؟ چون اون اتحاد ملی از بین رفته، البته از بین رفته که از بین بردنش، استعمار از بین بردنش. حالا وارد بحثش نمیخوایم بشیم. بنابراین آقای رئیس جمهور امریکا امروز با یک قولی در دنیا مواجه شده. اسم این قول هست قول کشورهای کوچولو موچولویی که تو دنیا به وجود اومدن، یعنی این هرج و مرجی که جهان رو به خودش گرفته. با چند هزار نفر باید صحبت کنه، به تمام شرکای خودش، به دوستان خودش، به کسانی که سربازاشو در جنگ جهانی دوم آورد تو اروپا به کشتن داد، به هر دلیلی این کارو کرد، اصلا اومد قدرت نمایی بکنه، اومد به جهان بفهمونه من اومدم که نه عاشق چشم و ابروی استالین هستم و بخوام جلو ارتش آلمان بایستم، خیر، اومدم که اروپا رو یعنی جهان رو از شر این هیتلر نجات بدم، جلو این یهودی کشی رو بگیرم، چون یه باقی مانده یهودیان هم کمک خواستن از امریکا، و اومدم آقایی بکنم، اومدم بگم من تو دنیا امپریالیسمم. تموم شد دوران انگلیس، تموم شد دوران دزدان دریایی، حالا نوبت من. شما فرض کنید به این دلیل اومده، اصلا ما میگیم اومده، ولی به هر حال اومد در جنگ جهانی دوم بیش از 100,000 معلوم نیست چه تعدادی سرباز خودشو به کشتن داد، وارد خاک فرانسه شد، همون لحظه که وارد شد به رگبار بستنش تا اومد رسید رسون خودشو به برلین. خب اگر امریکا نبود امروز تمام کشورهای اروپایی یا به عبارتی نیمی از کشور، بیش از نیمی از کشور اروپایی، اگر ما بخوایم بگیم که به طور مثال 20 کشور اروپایی همونطوری مونده بود، از اون 20 کشور بیشک و تردید امروز 17 تا 16 17 تاش آلمانی صحبت می‌کرد. تمام فرانسه، تمام اسپانیا، پرتغال، اینا زبون مادرشون از بین میرفت، حتی انگلیس، شکی نکنید. آلمان امروز تبدیل شده بود به یک قدرت بلا منازعه‌ای در جهان. چرا که حتی پس از مرگ هیتلر کسانی بودن در رایش سوم که بتوانن اون روند و اون سیاست هیتلر رو دنبال کنن، چون هیتلر این آدم ها رو ساخته بود، اون جنرالاش رو ساخته بود، اون جنرالاش هم به وسیله ارتشی که اسمش رو گذاشته بودن اس اس ها و اون جوانانی که عضو این گروه های اس اس بودن و اون گروه های فاشیسمی رو که درست کرده بودن، اون احزاب نازیست، اینها طبقه بندی شده بود و با یک پروسه خیلی، یک برنامه ریزی بسیار بسیار پیچیده و در این حال خیلی مدرن در زمان خودش اومده بودن جلو، با برنامه بود. هیتلر اینا که میگن اون روانی بود، این به این چرت و پرتا گوش نکنید، اون دقیقاً میفهمید داره چیکار میکنه. این امریکا بود که اروپا رو نجات داد. هیتلر دقیقاً میدونست هیچ قدرتی دیگه نمیتونه فرانسه رو از زیر قدرت، از زیر چکمه های ارتش آلمان بیاره بیرون. هیتلر چرا شروع کرد به یهودی کشی؟ چون واقعاً ضد یهودی بود. چرا مسلمان کشی نکرد؟ اتفاقاً با مسلمان خیلی رفیق بود. من عکسای بهتون نشون بدم که افسران نازیسم آلمان پشت سر امام جمعه هایی که مال همین ترکا بودن در آلمان پشت سر اون نماز میخوند، هیچ مشکلی با مسلمان ها نداشت. اما اومد یهودی ها رو کشت، چون دقیقا میدونست که باید چه قومی رو از بین ببره که بتونه بر جهان حکومت بکنه، و میدونست که زورش به روسا نمیرسه، اواخرش فهمید. برای همین بود که فقط استالینگراد رو و لنینگراد رو توی چیز نگه داشت، توی حالت محاصره نگه داشت. اینا رو بهتون میگم که ما باید اینا رو بدونیم تا متوجه بشیم جریان ترامپ چیست. اون آمریکا اون روز اگر کمک نمی کرد این اروپا این شکلی نبود. الان کوزووی در کار نبود، بوزنین هرزگوین نبود، کرواسی نبود، چک، جمهوری چک نبود، جمهوری اسلوواکی نبود، الان مقدونین یا مقدونیه نبود، الان اینطوری نبود، جریان اینی نبود که دارید میبینید، اصلا خیلی از کشورها نبود، مثلا مجارستان دیگه نبود، رومانی نبود، بلغارستان نبود، اینا جزء قلمرو آلمان میشدن. حالا این اروپا که مدیون به اون امریکاست امروز اومده جلو امریکا ایستاده. خوب گوش کنید دوستان عزیز چی میخوام بهتون بگم، همیانان گرامی،
این اروپا اومده جلوی امریکا ایستاده. چرا؟ یعنی جمهوری اسلامی، اسم جمهوری اسلامی رو بذاریم کنار، بذاریم ایران فعلا، یعنی ایران اینقدر برای شما مهمه؟ سوال اول، اگر ایران آنقدر کشور مهمی هست که هست برای شما اروپایی‌ها، یعنی برای انگلیس، روسیه، فرانسه، آلمان، اون بخش دیگر رو فعلا بذاریم کنار چون اینا گردن کلفت اصلیه، اگر ایران اینقدر برای شما مهم هست به گور پدرتون خندیدید که شورش 57 رو در ایران راه انداخت. خودتون دارید میگید، خودتون میگید ایران یک کشور مهمی است در منطقه، ایران اگر ثبات داشته باشه منطقه ثبات داره، ایران بازار خوبی است برای ما، مردم ایران مردم متمدنی هستن، کشور ایران کشور باستانیه، کشور تاریخیه، طبق گفتهای خودتون. و همیشه هم در رفتارتون، چه رئیس جمهور امریکا، چه رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر فرانسه، چه رئیس جمهور فرانسه، چه نخست وزیر انگلیس، چه صدر اعظم آلمان، چه رئیس جمهور روسیه، همتون کاملا مشخصه رفتارتون با ایران با همین جمهوری اسلامی مثل رفتار با صدام حسین نیست. یک رفتاری است که میدونید دارید با یک کشوری، چون شما میدونید حکومت رفتنیه، با یک کشوری دارین رفتار میکنین که این ملت هوش و حواس خوبی تو تاریخ داره، به عکس اون چه که انگلیسا میخوان بگن ایرونیا حافظه ملی ضعیفی دارن. دروغ میگن اینا، تمام شعار استعماره، مخصوصا مصدقی ها و توده های مصدقی های ایران برباده و توده های همیشه خائن. نه، ما اتفاقا خیلی هم هوش و حواسمون قوی. کی میگه ما هوش و حواسمون ضعیفه؟ اگه هوش و حواسمون ضعیف بود پس چرا ابن سینا رو دادیم بیرون؟ پس چرا سعدی و حافظ و خیام و مولوی رو داریم؟ پس چرا این همه شاعر و نویسنده و دانشمند و همین خیامو که ما میگیم راجع به خیاط که صحبت نمی کنیم که نوت موسیقی رو از کی داری حالا برش داری میگی دولا می فا سولا سی؟ از کی داری دینا رو؟ این آلات موسیقی رو از کی داری؟ علم پزشکی رو از کی داری؟ خب پس بنابراین با ملت بیهوشش، بیشعور، بیسواد شوتی طرف نیستی. خودتون میدونید. اگر میدانستید و میدانید غلط کردید به گور پدرتون خندیدید که زیر پای شاه رو خالی کردید و اون بلا رو بر سر ملت ایران آوردید. اگر نمیدانید پس خیلی غلط میکنید، میگی ما پیشاهنگان جهانی، ما میخوایم برای جهان چیز بکنیم، خط جهان رو بذاریم. چه خطی شما گذاشتید؟ از پس از جنگ جهانی دوم تا الان 6 میلیون یهودی رو کی کشت؟ آلمانیا، یعنی چشم آبی ها مو بلند. بیش از 60 میلیون انسان رو در جنگ جهانی دوم کی کشت؟ اروپایی ها. کی بمب ریخت روی ویتنام؟ چشم آبی ها. کی باعث این همه جنگ تو خاورمیانه شد؟ چشم آبی ها. کی باعث این همه درگیری های قومی و قبیله‌ای و بکش بکش در سراسر دنیا، دعواهای مذهبی، دعواهای قومی، دعواهای نژادی، کی باعث شد؟ شما. کی کل قاره آفریقا رو رفت استعمار کرد؟ شما. کی طلا و جواهر و الماس و هر چی، آهن و زمرد رو، هر چی داشت آفریقا رو کی میکید؟ کی این بلا رو بر سر امریکا آفریقا آورد که بیش از 2 قرن دارن خاک میخورن، خاک دارن میخورن؟ کی این بلا رو بر سر قاره جدیدی به اسم امریکا آورد؟ اصلا کی اسمشو گذاشت قاره امریکا؟ کریستوف کولوم کی بود؟ بچه کاشون بود؟ مارکوپولو کی بود؟ بچه مثلا اون طرف خرم‌آباد بود؟ و شما بودین دیگه، برای چی اومدی اونجا؟ برادران شرلی چرا اومدن ایران؟ کی بودن اینا؟ اینا متولد کجا بودن؟ مثلا اهل بصره و بغداد بودن؟ شما کردین؟ پس شما سیاست هاتون غلط بوده و چون میدانید که در سال 1979، البته پیش از 1979 این طرح رو ریختید، ما مبدأ و یعنی پایان این جنگ رو میذاریم 79، پایان جنگی که باعث شروع جنگ های بعدی شد، چون اون آغاز جنگ بود در اصل. پس شما در 1979 میدانستید که پشت کیو دارید خالی میکنید، میدانستید دارید چه آتشی به خرمن میزنید. اگر پاسخ بدید که نه ما نمیدونستیم ابعاد فاجعه رو تا این حد نمیدونستید، پس غلط کردید به گور پدرتون خندیدید. اسم خودتون رو 3 قرن آزگار میخواید بگید که ما به جهان داریم خط علمی میدیم، ما حتی داریم به دنیا میگیم چجوری باید لباس بپوشیم. مدل لباس از پاریس میاد، بهترین دانشگاه ها در لندن، در پاریس، در برلین. خیلی غلط زیادی کردید.
بعد به خودم میگین جنتلمن، کدوم جنتلمن؟ کجا به خودم میگی موسی مدام؟ شما یه مش آدم کشید، یه مش الکلی هستید که از بچگی با الکل آشنا شدید، مغزتون کار نمیکنه. چه کسی میره میشینه تو خانه شماره 10؟ چه کسی میره میشینه تو کاخ الیزه؟ همین بچهای فرانسوی و بچهای انگلیسی میرن دیگه. شما وقتی چشتو وا میکنی هیچ محبتی از پدر مادرت ندیدی، وقتی شما نمیفهمی اصلا، خیلیاتون خودتون داره میگین، توی تلویزیون آلمان داره میگه، در مدارس میرن گزارش تهیه میکنن، اینی که من نمیگم خودتون میگید، میرید در مدارس گزارش تهیه میکنید، از دانش آموزان دارید میپرسید در سراسر آلمان، در یک گزارش 6 ماهه 8 ماهه که بچه جان باباتو میشناسی، مادرتو میشناسی، به گفته خودتون بیش از 80% از بچهای آلمانی یا نمیدونن مادرشان کیست، یا نمیدونن پدرشان کیست، یا اساسا نمیدونن جفتشون کیه. خود تو بعد میشی رئیس جمهور، تو بعد میشی نخست وزیر، تو بعد میشی رهبر یه مملکت، چیکار میکنی؟ دستور میدیم از اون بالا بمب بریزید رو بغداد، از اون بالا بمب بریزید روی سایگون، از اون خمینی رو بردیم ولی تو ایران. بعد میگه عواقبشو نمیدونی، خود شعور نداری. برای همینه که آریا مهر بزرگ به خبرنگارانتون فرمودند که به زودی ورشکست خواهید شد، به زودی ورشکست میشی. بعد خبرنگار بنگاه لجن پراکنی بی بی سی سوال میکنه، یعنی شما الان که میلیون ها انگلیسی دارن شما رو میبینن، شما حاضرید ما سرما بکشیم، گرسنگی بکشیم؟ میگه نه، من هم چه هدفی ندارم، سیاستاتون غلطه، شعور ندارید. شما با این روشی که گرفتین شعور ندارید، سیاستاتون غلطه. شما عادت کردید به مفخوری مفبری مثل لگن فروش دوز، فقط نشستید بابا این تو عمرش یه میخ تا حالا به دیوار نزده، 30 سال نشستید تو لس آنجلس داره مف میخوره مف میخوابه. عادت کردن، یه عده عادت کردن، تن پرور شدن. اروپا همینه. حالا ترامپ اومده میگه آقا بسه دیگه، چقدر میخوایم بچاپید دیگه، چی رو میخوایم بچاپید؟ چی میخواین دیگه بچاپین؟ تمام ذخایر نفتتون پر شده. همین الان که بنزینو توی اروپا، تو همین آلمان بنزینو دارن بهترین کیفیت دارن به مردمشون، بین 1.46 تا 1.50 تا 1.55، 1 یورو و 55 سنت دیگه در بدترین حالتش دارن میفروشن. شما خودتون میدونید همین بنزین الان میتونید به 80 سنت هم بفروشی. چقدر دیگه چپا بود؟ با پول ملت ایران تمام شرکت های هواپیماییتون، از لوفتانزا تا بریتیش ایرویز، از سوئیس ایر تا آلیتالیا، از نفتام ایر فرانس تا همشون از ورشکستگی نجات پیدا کردن. چرا؟ بخاطر اینکه ایران ایر داشت پوزتون رو میزد و زد، اکثر مسافراش خارجی بود. چقدر دیگه مگه شما ها میخواین تو دنیا مرسدس بنز بفروشین؟ به کی بفروشین؟ کو دیگه مشتری؟ شما صنایع خودتون رو با پول عراق و ایران از ورشکستگی نجات دادین. تا کی میخواین دزدی کنید؟ اینا حرفایی که ترامپ پشت خط به اینا میزنه، پشت صحنه، اون موقعی که بهتون میگم دیگه کراواتاشونو وا میکنن میشینن پاشونو میزنن رو پاشون، دیگه خبری از خبرنگار نیست. آقا تا کی میخواین بچاپین؟ و الان دهه های 50 60 70 80 90 میلادی نیست، ملت ها بیدار شدن. همین اینترنتی که شما ما دادین بیدار شدیم و فهمیدیم این که شما ما رو چاپیدین. حالا اومدیم بلند شدیم رو کمرمون، با هزار یه بدبختی انقدر چوب زدین تو زانومون، تو ساق بامون، تو تک و پوزمون، تو کمرمون خوردمون کردین، یه نسل بالاخره بلند شده میگه آقا نمیخوایم، ما اینا رو نمیخوایم. اومده تو خیابون داره میگه ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، پهلوی کجایی؟ به داد ما بیای. مگه ملت ایران داره به زبون مریخه با شما حرف میزنن بی پدر و مادر؟ اومدن تو خیابونا دارن فریاد میزنن رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، تموم شد، فینیش، فینیتو، بازی رو باختین، تموم شد. حسن هفخط، آخوند روزخان، زیارت نامخان، جنگیر، فالگیر، بی سواد، بی شعور، پخش کردم براتون توی هیئت دولت خودشو نشسته روزه میخونه. یک روزخان بیشعوری که به شرافت بشری سوگن، اگر این بیشرف، این جرسومه کسافت، نه فقط این، محمد گاریچی به خودش میگه خاتمی، رهبرشون علی شیره ای، این شیره ای کسافت بسفطرت، اگر تمام اینا رو شما اینا رو جمع کنید بیاریدشون تو همین آلمان، تو اتوبان‌های آلمان، این پمپ بنزینایی که هست
رستوران دارن، دستشویی دارن، اینا رو دم دستشویی هم نمیذارن وایسن که به دست مردم کلینکس بدن. به شرافت هم اگه دروغ بگم با این قیافه، اصلا که اون خانم یا آقایی که میخواد بره دبلیو سی قیافه حسن روحانی رو دم در دبلیو سی ببینه وحشت میکنه، میگه این چیه، این جونور از کجا اومده؟ اصلا میگن زنگ میزنن یه جونوری اومده اینجا نشسته، نمیدونم این کیه، ما میخوام بریم اون توی نمیشه با این آژان میگیردش. بعد ببینید که چه منافعی پشت صحنه خابیده که نخست وزیر انگلیس دشمن سنتی ایران و ایرانی، همین عقب افتاده منگل جانسون که البته 100 تا چرچیل این درس میده، بره به این التماس کنه که تو رو به حضرت عباس، تو رو به صلیب عیسی، تو رو به نمیدونم الاغ محمد، یادت نره حتما واسط دمپختک گذاشتیم توی لندن، بیا یا یه سر به ما بزنی. یا ماکرون داره خودشو پاره پوره میکنه، این بچه قرتی دوزاری داره خوشو پاره پوره میکنه، جر و واجر داره میکنه خودشو که تو رو به خدا و تو رو به عصای موسی نری، یه دفعه بر نگردی بری سب کن تا من جوش بدم این معامله رو. چرا؟ چون میدونه صنایع ما اتومبیل سازیش، میدونه صنایع شراب سازیش، میدونه صنایع پتروشیمیش در حال ورشکستگیه، چون رئیس جمهور مملکته، حساب کتاب زیر دستشه. صدر اعظم آلمان همین آنگلا مرکل، این کثافت، این کلفت‌زاده که کثیف آلمان شرقی، که یک کثافت جاسوس مال سازمان اطلاعات و جاسوسی ضد جاسوسی آلمان شرقی بود، عرضم به حضور شما روزی که خاتمی اومد، اون محمد گارچی اومد آلمان، این رفته بود نشسته بود روی مبلی، محمد گارچی نشسته بود اومده بود پیش اون شرودر، این به عنوان حزب مخالف که الان حزبی که الان سر کاره اومد نشست رو مو، من هرچیم پیدا رفتم این برنامه نتونستم عکسو پیدا کنم، توی یه جای توی یکی از آرشیوام هست متأسفانه وقت نکردم، حالا براش پیدا کردم بهتون نشون میدم. نشسته بود دستاش هم گوشه رو زانوش، مثل این چیزا هستن بهشون میگن دو تفلان مسلم، اون گوشه نشسته بود، بعد توی روزنامه بیلد و سایر روزنامه‌های آلمان نوشته بود مرکل رفته به خاتمی اعتراض کرده به خاطر مسئله آزادی زنان. خب بی شرفه بی پدر و مادر، الان خاتمی نیست، حسن هفقت هست، گاریچی رفته هفقت اومده، بی شرف مگه در سیاست جمهوری اسلامی تفاوتی شده؟ مگه اتفاقی افتاده؟ مگه حسن هفقت اومده وضع بهتر شده؟ بی شرف، این مردیکی که بیشتر آدم کشته در دوران خاتمی اینقدر اعدام نبوده که در دوران حسن هفقت هست. بی شرف، و شما نمیدونید حسن هفقت چقدر آدم کش؟ چه زن چه من؟ چقدر آوردن تو خیابونا بردن گله دار؟ شما نمیدونید اصلا روحانی کیه؟ شما خودتون اینا رو سر کار آوردین. اما پشت جریان چی خوابیده؟ نفت مفت، گاز مفت. وجب وجب خاک اون مملکت پر از منابع طبیعی است، همش به درد اینا میخوره. اگر پهلوی برگره ما تموم کارمون، بدبخت میشیم. باید دو مرتبه بریم وایسیم پشت درهای بسته دم کاخ نیاوران التماس بکنیم تو رو به خدا یه قراردادی با ما ببندید، به هر حال ما اینجا بیایم یه توالتی بشونیم، یه کاری بکنیم. دروغ نمیگم ژیسکارد استان میکرد، دروغ نمیگم، بقیهشون هم میکردن، بقیهشون هم میومدن ایران از اون تاچر بگیر تا بقیهشون، همشون التماس میکردن به ما. هلموت شمید، ویلی برام قبلش، صدر اعظم آلمان، الان فیلماشو الان عکساشو بهتون نشون میدیم، التماس میکردن به ملت ایران، به دولت شاهنشاهی، تو رو خدا از ما جنس بخواه، چجوری میخواه، هر جوری دوست دارید بپردازید. تمام صنایع آلمان رو خریده بود شاهنشاه، در انگلستان، در فرانسه، در ایتالیا، در اسپانیا، در آلمان، در هلند، سوئد، نروژ، فنلاند، همه جا شاه سرمایه گذاری کرد، نفت شمال رو خریده بود. برای همون بود که با قدرت پارو مینداخت رو پاش، بعد بهتون درس میداد. خب شما نمیخواید اون آدم برگرده، طبیعیه نمیذارید بچه اون آدم برگرده. طبیعیست که امروز اومدید با اضافه کردن کشورها در جهان، با اضافه کردن این همه رهبرانی که همه دست نشون داد، مثل یارو چیچی اوف، جعفر اوف، نصف اوف، که یارو مردک با اون دماغش هر جام وارد میشه مثل معصوم قومی اول دماغش وارد میشه مال آذربایجان، اینو اون بدبخت ارمنستان و اون خدا ذلیل کرده گرجستان بدبخت، 2 کیلو همش در سال انگور داریم، مادر مرده بدبخت گرجستان، اون یکی نمیدونم ازگلستان و ازبکستان و چیچیستان و بغلستان و اونور استان و همه رهبرا همه وابسته، بدبختن چیزی ندارن. مثلا تاجیکستان چی داره برای فروش بیچاره؟ ترکمنستان چی داره بدبخت؟
ازبکستان چی داره؟ اینا چی داره؟ کشک بفروشن تو دنیا، دوغ بفروشن، چی بفروشه؟ بعد نون خوش بفروشه، چیزی ندارن بیچاره. یه چارت هم ده چیزهای به اصطلاح حوزه های گاز و نفت اونجا هست، اونم که بدبخت اصلا سوادش نرونه بکشی بیرون، تا آزه حالا باید به ملتش تازه باید یاد بده که سفر کردی تکر کردی این کارا رو نکنید، مثلا اینجوری با هم حرف بزنی این کارو، تازه اون تو الف بن الف لام میم احزاب لازمین اون بیچاره بنده خدا. شما اومدین جهان رو به این روز بندازین که تعداد نفرات افرادی که تو دنیا هستن دست نشانده شما بشن، مثلا یارو گاو میشه که نشسته تو کره شمالی که وقتی تو سازمان ملل میشینید بگن ما مخالف سیاست های امریکا هستیم، کی مخالف انگشتا بره بالا یا وسط انگشت بره بالا؟ به نفع کی بشه؟ به نفع جمهوری اشغالگر اسلامی، یعنی در اصل به نفع غرب، که کارتون انقدر بدبختی خاک بر اون سرت کنن مرکل، حیف خاک، حیف خاک، خاک بر اون سرت کنن بی شرف، که در کشورت میشینی ادعا میکنی و میگی آزادی زنان، آلمان مهد دموکراسی جهانه، ما بیشترین آزادی ها رو به زنان دادیم و واقعیت هم همینه، بالاترین آزادی در روی کره زمین برای زنان در آلمانه. شما تو آلمان به یه زن اگه جرأت داری بگو بالا چه در روی سردت میکنن، یه زن میتونه شوهرش شب خونه بزنه بیرون، اگه شوهر اصلا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، تازه آژان بیاد دستمند به دستش میزنه، همون لحظه میتونه دوست پسرشو برداره بره تو خونه جلو چه شوهره. تو که اینو میدونی، بعد نمیدونی زنان ایران در ایران دارن چی میکشن؟ شما چی خیال کردی؟ خیال کردی تموم شد؟ حسن هفخط اومد اصلا اینو راضیش کردید الان با پرزیدنت ترامپ نشه صحبت کرد، دیگه بالاتر از این که نیست، همه هدفتون همینه دیگه، اینو راضی کردید با ترامپ الان رفت پشت درهای بسته صحبت کرد، مگه نمیخواستی این کارو با محمد گارچی بکنید؟ جریان کلینتون حتی رفتید نخست رئیس جمهور اسرائیل هم آوردین گشتین پشتش که یه سلام علیکم با هم میگن، گفتن بغل هم رچه این به اون نگاه که اون به اون لبخند زد، به اون نمیدونم نگاه که بچه یز بود نمیدونم چی بود اسمش هم یادم رفت. خب ترامپ نشست با حسن هفخط صحبت هم کرد، هر چی ترامپ گفت حسن هفخط هم قبول کرد. خب چی شو؟ چند سال دیگه میخواید نگهداری؟ 40 سال داریم بهتون میگیم کارشان تمام است، مرکل، ماکرون، پوتین، حزب دموکرات امریکا، این منگوله جانسون، نمیدونم زغال جکسون، همه تون بدونید ما جمهوری اشغالگر اسلامی فرقه تبهکاران را میبریم و به زودی هم میبریمش و خواهیم برد، ما پهلوی رو برمیگردونیم، اینو به خودتون به همه تون ثابت خواهیم کرد، مطمئن مطمئن باشید و اینو میدونید، میدونید که قرارداد پشت قرارداد باش می‌بندی، تیکه تیکه مملکت ما رو فروختی. خیال می‌کنی ما نمی‌دونیم چین، روسیه، انگلیس، فرانسه چه قراردادهای استعماری با ما بستن، تیکه تیکه کردن مملکت ما. شما خیال می‌کنی ما نمی‌دونیم روسیه تمام مملکت ما رو دریا و خشکی و کوه و همه رو برد؟ شما خیال می‌کنی ما نمی‌دونیم قراردادهای چند دهه بستید با قراردادهای نفتی با جمهوری اسلامی؟ شما خیال می‌کنی ما نمی‌دونیم چین چه قراردادهای با جمهوری اسلامی بسته، چه بلایی بر سر آبراه بین المللی خلیج فارس آوردید؟ شما خواهی میکنید ما نمیدونیم چه بلایی بر سر حوزه های نفتی در دریای عمان، در خلیج فارس، در تنگه هرمز آوردید؟ شما خواهی میکنید ما نمیدونیم چه بلایی بر سر خاک اون مملکت آوردید؟ شما خواهی میکنید ما نمیدونیم آشغال های اتمی تونی آوردید توی دشت کرمان، توی یزد، توی کبیر اومدین خاک کردین که اون همه زلزله میشه؟ شما خواهی میکنید ما نمیدونیم همه زلزله و زمین لرزه چرا توی کرمانشاه میاد؟ شما خواهی میکنید ما اینقدر گاگولیم؟ شما میفهمید مثلا ما نمیفهمید؟ چرا ما جهان سومیم تو عمری تو جهان اولی؟ اون موقع که تو کرم درخت میخوردی ما تو ایران داشتیم شراب مینوشیدیم. یادتون نره 50 سال فرصت داشتیم، تازه از این 50 سال 20 سالش هم بزن بزن بود. وجدانن در زمان پهلوی اول و دوم وقت مفیدی که ما داشتیم به خداوندی خدا به 20 سال نرسید، به خدا نرسید. دیدین چه بلایی سرتون آوردین؟ در ورزش ایران دیدین چی کارتون کردین؟ در صنایع دیدین چه بلایی سرتون آوردین؟ تازه شروع کردیم به صنعت اتومبیل سازی، یعنی اون پیکان ادامه پیدا کرده بود، همین الان همین لحظه در اروپا تمام خیابونای اروپا ماشینای ایرانی داشت تردد میکرد، همین کاری که کره جنوبی با شما کرد. منتهای مراتب شما کره جنوبی رو استعمار کردید، بهش میگید اینقدر تولید کن، این کارو بکن، این کارو بکن، اونم هی به شما بگه هنگ چون چون چن چون چون چش آیم تیبل، ولی به ما نمیتونید اینو بگین. چرا؟ چون ما صاحب داشت مملکتمون، چون ایران پادشاهی بود، پدر داشت، ایران جمهوری نبود، برای همینه که میخواید مهر جمهوری رو تو پیشونش بکوبید، برای همینه که حسن صدقه خورو برمیدارید میارید توی
لندن، میگید آقا بیا اون عده رو جمع کن، یه تمام هم تو راه بنداز، یه بحث هم تو راه بنداز. برای همینه که یک عده‌ای به اسم مشروطه خواه میرن اونجا، میگن ما هم نماینده میفرستیم توی جلسه حسن صدق خور. خیال نکنید ما اینا رو نمیدونیم. منتها دیگه نمیشه بیش از این من اینجا بگم. فردا شب تو تلویزیون پارس در اسرائیل خب اونجا راحت‌تر میشه گفت. چرا؟ بخاطر اینکه همه دشمنم هم میخوان این تلویزیون رو ببندن. اینجا باید با کنترل حرف بزنم. اونجا خیلی راحت اسامیتون میاد. دیگه نمیگم لگن فروش دوز، اسم بی شرفشو میارم. و به شما ملت ایران بگم، مردم برای نجات کشورتون نه از این جلسات بترسید، نه از صحبت ترامپ و این ابله روزخان بترسید. صحبت شد نشد من اصلا کاری به اینا ندارم. از هیچی نترسید. ما ایران رو باید نجات بدیم و این کار رو میکنیم، باید بکنیم. زن و مرد ایرانی موظفه که به خیابونها بیاد و فریاد جاویدشاه بزنه، نشینید به مزخرفات این و این با اون گفته بود کرد و اون با اون مصاحبه کرد و این چرت و پرت گفت. ناامید نشید. انسانی که ناامیده باید بره خودش بیل ورداره، کلنگ ورداره، بزنه زمین، قبر خودش رو بکنه، بره اونجا با دست خودش خاک بریزه رو خودش. برای چی ناامید میشی؟ بازم بهتون میگم، پرزیدنت ترامپ اومده جمهوری اسلامی رو ببره. از این فرصت استفاده کنید. از این فرصت استفاده کنید. ما احتیاج به کمک داریم. راحتتون کنم. چطوری میخوایم یه تن این کارو بکنیم؟ با بودن فرانسه و آلمان و انگلیس و روسیه و چین و تمام دنیا. چطوری میخوان این کارو بکنید؟ کور که نیستیم. داریم میبینید تو نیویورک پشت درهای بسته این مردی که تمرگید اونجا همه میرن باش گفتگو میکنن. آقا تو رو خدا باش بیا لندن. آقا قربونت برم خیلی وقت نیومدی پاریس. ای فدات بشم برلین چرا نمیام اونجا واسات عرق دم کردی؟ پس ما احتیاج به کمک داریم. آره ما احتیاج به کمک داریم. احتیاج به کمک بین المللی داریم. نشینید به حرفای بهرام شطور گوش کنید. به این لباد کار بیشره. نشینید به چرت پرتای محمد وزق گوش کنید. نشینید به مزخرفات لگن فروش دوست اسمال بزداز بیشرف و اون زن کسافتش گوش کنید. گوش کنید به من از تایی دلم دارم با اتون حرف میزنم. گوش نکنید. چهار تا آدم ابلغ میرم با چهار تا آدم احمق گفتگو میکنم به اسم مهمون برم دارم میرم با شون مصاحبه میکنم. برنشید نسل جوان، برنشید کشورتون رو نجات بدید. سرکار بانو خواهش میکنم ازتون شماره یک و لطف بفرمایید نشون بدید. خوب نگاه کنید. من زحمت کشیدم سر این سه تا فایلی که میخوام بهتون نشون بدم. یک دو سه. یک رو نگاه کنید. دوران اکبر دزده و بعد محمد گاریچی و بعد محمود مشن. عکس‌ها رو مخصوصا آورد گذاشتم براتون دارم پخش میکنم. ببینید چجوری جهان ایران رو شروع کرد به چاپیدن. دوران اکبر دزده عکسای سیاه‌سفید فقط بره با تروریستا و با سومالیو اول ایران رو اونجوری محدودش کرده بودن. نه تو بدی، تو اخی، تو فلانی، تو الهی، تو تروریستی. در حالی که پشت صحنه انگلیسا داشتن میچاپیدن، شوروی داشت میچاپید، فرانسه داشت میچاپید، آلمان داشت میچاپید. مونتا نمیتونستن. هنوز اسم شاهنشاه بود، هنوز نسل شاهنشاه بود، هنوز تیمسارا بودن، هنوز ساواک بود، هنوز این انسان‌های میهن‌پرست بودن، هنوز همه رو ترور نکرده بودن، هنوز فاضلیا بودن، هنوز فرخزادها بودن، هنوز بودن اویسی‌ها بودن. و بعد محمد گاریچی میاد. گاریچی میاد چیکار میکنه؟ میخوایم تفاهم ایجاد کنیم، گفتگوی تمدن‌ها. بیش شرف گاریچی خفه بمیر، آشغال روزخان بیش شرف خفه بمیر، کثافت روزخان خفه بمیر، بیش شرف دوز. و بعد شروع شد یواش یواش پاشون به اروپا باشد. اومد فرانسه، اومد آلمان، پیش همین شروده یواش 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 که چی؟ به صورت علنی ما جمهوری اسلامی رو داریم به رسمیت میشناسیم. به خدا ببینید اینا چه آدمای خوبی شدن. بزنین صحبت کنیم. فضای جهان رو عوض کردن. یه سری قالطاق هم رفت نشست تو کاخ سفید مثل کلینتون، مثل اون باند دموکرات ها که همیشه دشمن قسم خورده ما بودن. دموکرات ها یه مش ایرانی خائن در ایالات متحده امریکا به خاطر که میرن ایران و میان هم بازنشستگیشون رو بگیرن، هم خونه بخرن اونجا بفروشن، بچاپن، دزدی کنن، دزدن در حزب دموکرات دارن دفاع میکنن. یعنی رسما دارن از قاتلین فرزندان ایران دفاع میکنن. خاک بر سر اون ایرانی که بره به حزب دموکرات رای بده. واقعا بی شرفی. و بعد فیلم بعدی رو، و بعد محمود مشن میاد سر کار. محمود مشن که میاد سر کار چیکار میکنه؟ میبینه که
علی شیری بهش میگه آها حالا شروع کنیم باجگیری، چی کار میکنه؟ بریم این طرف، میره طرف ونزوئلا، میره طرف کولومبیا، میره طرف بولیوی، میره طرف لیبی، که چیکار کنن که به دنیا بگن نگاه کن ما از این آدما هم داریم، ما خیال نکنید ما همش محمد گاریچی و اکبر دوزه داریم، ما از اینا هم داریم. خیلی خوب خیلی خوب آروم باشین، چی میخوایم؟ ما پول بیشتری میخوایم، باج بیشتری بدین. چرا؟ چون حالا جمهوری اسلامی دیگه ریشه دونده بود، دیگه ریشه دونده بود، حالا کار کشیده بود بالای 30 سال، 30 سال بود مونده بودن و بعد قدرتمند شده بودن. چجوری قدرتمند شده بودن؟ پولای دزدی شده توسط اکبر دزده علی شیره‌ای حالا داشت خرج حماس میشد، خرج حزب الله میشد، خرج بن لادن میشد، 11 سپتامبر به وجود می آوردن و شروع کردن جهان رو به وحشت و ترور کشونده بودن. فرمایش آدیامه اگر برم دنیا با وحشت و ترور روبرو میشه و وحشت و ترور اومد، چون علازت میدونستن، علازت کاملا میدونستن. 20 سال 30 سال بیشتر از تمام کسانی که اون موقع در کاخهای جهان بودن، از جیمی کارتر اون بادام فروش بی شرف مذهبی بی سواد ابله احمق امریکایی کثیف حزب دموکرات تا سایر اراذل اوباش، علازت میدونستن. پس از من دنیا با وحشت بزرگ مواجه خواهد شد. ایران چهارراه تمدن است، ایران چهارراه تمدن، این چهارراه اگر وضعش به هم بخوره وضع دنیا به هم میخوره. امنیت جهان به امنیت ایران بستگی داره، این از فرمایشات آریامهر بزرگه. بنابراین دوران محمد گاریچی و دوران اکبر دزده و دوران محمود مشنگ که تموم میشه، حسن هفخط میاد. حسن هفخط میاد برای چی؟ میگه نگاه کنید ما چه آدمای بدی هم داریم، من اون آدم خوبم، حالا ببین میشه ما هم گفتگو کنیم، کجا رو باید امضا کنیم؟ اصلا ببین ما میدونیم چیه، اینجوری نمیشه، معاملمون نمیشه، ما میخوایم اتم داشته باشیم، چرا زیر زیرکی کار کنیم؟ آقا ما میخوایم موضوع رو علنی کنیم، ما میخوایم اتم داشته باشیم. آقا اتم چی؟ قربونت برم ببینش گفتگو کنی. کیا دیگه تو رأس کار نیستن؟ دیگه ما نیکسون رو دیگه تو جهان نداریم، انسان‌های گردن کلوب دیگه، حتی برژنف رو تو دنیا نداریم. من از این طرفش هم بهتون بگم نداریم دیگه، یکی مثل دوگل نیست دیگه، یکی مثل ویلی براند و هرمون شمید نیست، همونایی که باعث این انقلاب شدن، باعث این شورش شدن. ولی حداقل اونا میدونستن که یه مرزهایی رو باید حفظ بکنن، اونا دیگه نبودن. کیا اومدن؟ یه مش بچه قرتی دزد همجنس گرا و همجنس باز و بچه باز و کفتر باز و ساکسیفون زن اومدن، رفتن تو کاخای ریاست جمهوری نشستن، هر رو که رسما و علنا فرقه تبهکاران رو بهش هویت دادن، هویت حکومتی بهش دادن. تمام تظاهرات ها سرکوب شد، تمام آزادی خواهان رو ترور کردن، چراغ سبز دادن، گفتن بیاین تو اروپا بکشید همه رو بکشید، ما چشمامون رو میذاریم رو هم، تو زندان ها سلاخی کنید بچهای مردم رو، به زنها تجاوز کنید، به دخترها تجاوز کنید، به پسرها تجاوز کنید، به مردها تجاوز کنید، بکشید ایرانی ها رو، بکشید تکه براشون کنید، خفشون کنید. باشه ما با شما کنار میایم. این کل داستان بوده که امروز به اینجا کشیده. حالا کی میاد جلوی اینا وای میسته؟ ترامپ میگه بس دیگه. یه ملت رو به سلابه کشید، ما ملتش نمیخواد. خاورمیانه رو اینا به آتش کشیدن، چرا نمیفهمید؟ اما فرانسه میگه چی؟ میگه خیلی خوب ما میدونیم اینا به آتش کشیدن، ما میخوایم اینا رو آدمشون کنیم. یه چوب برداشتیم داریم بهشون میگیم بشین سر جاد، نکن بچه جان، میزنم فلکت میکنم. اینا دیگه فلک نمیشن، اینا با اون چوب نمیترسن. میدونی چرا؟ به دلیل اینکه اینا 40 سال در قدرتن، به جز این 40 سال 400 سال اینا به نام شیعه ملت ایران رو مخشویی کردن، مغز ملت رو زدن. 400 سال نشستن دارن میگن وای حسین کشته شد، ابوالفضل رو زدن، نمیدونم تشنه بود، دو تفلان مسلم سرش، اصلا دو تفلانی در کار نبوده، اصلا کربلا همش دروغه، همش تمامش داستان بوده، تمامش چرت و پرت دارن بهمون میگن. یه عمر با یه مش داستان‌های چرت و پرت حماسه‌ای، یه سری تعزیه‌های مذهبی که از شیعه‌گری از صفوی آغاز شد، یه ملت رو 400 سال سرکار گذاشتن. و تو بچه قرتی عرق فروش شراب فروش فرانسوی، تو اومدی با دو تا ترکه می‌خوای اینا رو سر جاشون بنشونی؟ تو انتر که اینا با دو تا بمب‌گذاری، با دو تا بمب‌گذاری تو همون روزنامه‌ای که راه انداختن توی پاریس، دیدین چه شلواری ازتون درآوردن؟ آره شما میدونید که در برابر اینا سر تعظیم فرود آوردید، شما میدونید که همین الان جمهوری اسلامی اراده بکنه تمام این امنیت رو تو اروپا با 4 تا بمب‌گذاری از بین میبره، ولی ترامپ جیگرشو داره، شیردل وایساده جلوشون، میگه نه اگر بخوایم به اینا همچنان فرصت بدیم اینا همچنان بدتر میکنن، پس همین الان باید تو نطفه خفاشون بکنیم که بهترین فرصته. من قرارداد برجام 25 ساله نمیخوام، من قرارداد 100 ساله میخوام، خفاشون کنید، این فرصت دست ماست. حالا ملت میخواید همچنان بنشینید برید از این کانال به اون کانال، از لگن فروش
بپرید برید پیش اون علی منقلی، برید از علی منقلی برید پیش اون لندنی عرب بی شرف بی پدر و مادر، برید میخوان برید پیش اون تلویزیون بگید به تو با هم شام بخورید، برید آقا رضا ورام و مستند درست کردن خیلی باحال، برید آکادمی درست کردن یارو میاد وسطتون با روسری آواز میخونه، برید میخواد برید بشین تفسیرهای بنگاه لجن پراکنی بی بی سی رو گوش کنید، گوش کنید بنگاه لجن پراکنی که تو آمریکاست گوش کنید، گوش کنید اون یکی که بخوش میگه نشنال گوش کنید، هر کاری دوست دارید بکنید. من سر جام محکم نشستم دارم بهتون میگم جمهوری اشغالگر اسلامی باید برود و خواهد رفت، پهلوی باید برگردد و باز خواهد گشت. سرم هم زیر گیوتین بذاره اینو میگم و تا پای جونم هم وایسادم، تا پای جونتون باید وایسید برای بازگشت پهلوی. ما به پهلوی مدیونیم، ما به پهلوی مدیونیم، باید پهلوی رو برگردونیم. الان هم بهترین فرصت رو در جهان داریم، میخواد استفاده کنی بفرمایید. بسم الله مجلس میریاس این گوی این میدان بیان جلو، نمیخواین خب هیچی خوش کردی، کلیتون رو فروختی، شرفتون رو فروختی، ناموستو فروختی، بچتو فروختی، رحمتو فروختی، فرشتو فروختی، فروختین هیچی دیگه ندارید. اگر خیال کردید برجام درست بشه این مادهشو ببریم اون و نرشو بیاریم اینجا، این تبصره ببریم اون و اون تبصره بیاریم اینجا، خیال کردید نون سنگه که الان نمیدونم چقدر مثلا 2000 تومانه مثلا میشه 500 تومان بزرگ نمیر بهار میاد خربوزه و خیار میاد، سرکار بانو شماره یک و لط بفرمایید. حکومت اسلامی نابود باید گردن، جمهوری اسلامی نابود باید گردن، حکومت اسلامی نابود باید گردن، جمهوری اسلامی نابود باید گردن، دولتت خفته باد اهریمن، خوابت آشفته باد اهریمن، به لبانت که گریه می طلبد، خنده نشکفته باد اهریمن، 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 از کف کوچه ها خیابان ها فسد رفته باد اهریمن، 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 واژه عشق در کتاب تو نیست، از تو نشنفته باد اهریمن، 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 تیرباران و تیربارانگاه هفته باد اهریمن، همه بن هفته باد اهریمن، این همه تیر آه و خنجر عشق، سینه قد سفته باد اهریمن، سینه قد سفته باد اهریمن، 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 تا فرارت، تا فرارت سروده ای ایران، ای مرز پرگوهر، همه جا گفته باد اهریمن، همه جا گفته باد اهریمن، همه جا گفته باد اهریمن، سینه هر سفته باد اهریمن. سپاس شما بانو سارا گرامی. ملاحظه فرمودی؟ اکبر دزده، محمد گاریچی، محمود مشنگ. رفقاشون رو دیدین، دوستاشون رو دیدین، بازی رو دیدید؟ همش بازیه. این یک سناریویی بود که برای ما انگلیس‌ها نوشتند. همین عجوزه اون نوشت، داد دست نخست وزیرش کالاهان. جیمی کارتر، کارگردان شورش 57، فاجعه انسانی 57 شد.
و فرانسه نقش تهیه کننده رو داشت به اتفاق آلمان. اولا رو اینا دادن، جا اندازی رو اینا کردن، جزیره گوادالوپ مال اینا بود، آلمان پول عراق و شرقشون رو داد، نفراتشون هم داشتن، از کتک خورد داشتن، مثل سازمان تروریستی مجاهدین، مسعود رجبی و نیم رجبی و واجبی و بقیه ماجراها، و بقیهشون هم مثل کریم سنجابی و صحابی ها و داروش فروها رو بقیه اراذل اوباش همون شده رفت. موضوع به همین سادگیه. نقش اول قهرمان فیلم هم روح الله الموسوی الخمینی، آن بیمار روانی هندیزاده بزرگ لواطکاران بود. بقیه هم که دور و برش بودن نقش های دوم و سوم اینا رو داشتن، منتها این فیلمی بود که زنان هیچ نقشی توش نداشتن. بله، یعنی خبری از رقص و آواز نبود، یه خبری از کافه و اینا نبود ببرن آپتوبر برزن روش. بله، آپتوبر پشت خط میریختن رو بدون. سرکار بانو ماندانا از لس آنجلس $50، سپاس از شما سرکار بانو ماندانا. آقای محمود پشیمان، خدا کن نمیدونم چرا پشیمانم، جناب آقای محمود پشیمان $20، سپاس از شما. و سرکار بانو نانسی $30، از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. آخر برنامه هم اسامی رو خواهم گفت. دیدی اینا رو؟ حالا بریم قسمت دوم، بازی نیمه دوم رو نگاه کنیم. سرکار بانو شماره دو رو لطف بفرمایید. حالا ببینید حسن حقیقت بیش شرف. جمهوری اسلامی نابود باید گردد، حکومت اسلامی نابود باید گردد، جمهوری اسلامی نابود باید گردد، حکومت اسلامی نابود باید گردد، جمهوری اسلامی نابود باید گردد، دولتت خفته با دهریمن، خوابت آشفته با دهریمن، به لبانت که گریه می طلبد، خنده نشکفته با دهریمن، دهریمن از کف کوچه ها خیابان ها، نفست رفته با اهریمن، اهریمن اهریمن اهریمن، واژه عشق در کتاب تو نیست، از تو نشنفته با اهریمن، اهریمن اهریمن، تیر باران و تیر بارانگاه همه بنهفته با اهریمن، همه بنهفته با اهریمن، این همه تیر آه و خنجر عشق، سینه از سفته با اهریمن، سپاس شما سرکار بانو سارا گرامی. همیهن عزیز ما آقای محمود پشیمان همین الان زنگ زد و فرمودن که پشیمانم به خاطر اینکه پاهام بشکنه که منم رفتم در تظاهرات خیابان. نه خدا نکن، شما مقصر نبودی آقای محمود پشیمان، ملت مقصر نیست، اونهایی که پیشاهنگان جامعه هستن مقصرن. الان ملت ایران مقصر نیست، پیشاهنگان جامعه دزدن. دوست عزیز هم میهن گرامی آقای محمود خان گل،
اینهایی که جلو دوربینا می نشینن اینا دارن به ملت دروغ میگن، دروغ گفتن، اینها همون نقشو دارن بازی میکنن، لگن فروش دزد و بیشرف همون نقشی رو داره بازی میکنه که کریم سنجابی بازی میکرد. اسامی عوض شده. علی منقلی که از بازارچه آیه رد میشه همون نقشی رو داره بازی میکنه که آشیخ مهدی بازرگان بازی میکرد. مهدی بازرگان شیخ بود، مردی که شیخ بود، فقط به خودش کراوات آویزون کرده بود. کارگر ایران ناسیونال، کارگر آزمایش، کارگر کارخونه ارج، اینا مقصر نبودن. کارگر ساده زبان اصفهان، کارگر تراکتورسازی تبریز، کارگر ماشینسازی عراق، این کارگر مقصر نبود. کشاورز مقصر نبود. الان جوونی که نشسته داره به حرفای من گوش میکنه تو تلگرام و اینستاگرام برای من این همه گل و بلبل میفرستن، اینا به من الان رو آوردن. الان این منم که باید به اینا راه درست رو بگم، نه اینکه بیام بهشون دروغ بگم، خیانت کنم، سرشون رو کلا بذارم. پوزش میخوام. نه اینکه سرشون رو کلا بذارم. نه اینکه بیام بهشون آدرس عوضی بدم. بچه ها جنبش اتوبوس دو طبقه را بندازیم. از فردا صبح ساعت 9 صبح برید طبقه دوم اتوبوس، میدان 24 اسفند به طرف میدان مثلا فردوسی، و همه تونم فقط برین طبقه دوم. بزنین طبقه اول هر جا دلش میخواد بره بره، شما بشین طبقه دوم یه جای دیگه، برین راه آزادی. من دارم بهشون دروغ میگم، من دارم سرشون کلا میذارم، من بهشون میگم بیاین تو پیاده رو را برین، هیچی نگین، جنبش سکوت را بندازید. من بهشون میگم بشینید تو ماشیناتون بوغ 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 بزنید، جنبش بوغ را بندازید. خب من دارم سرشون کلا میذارم، نه؟ خب من دارم سرشون کلا میذارم، بس کی؟ بس من مقصرم آقای محمود خان گل و سایر همیانا. نه، به خودتون عرض کنم بعد بیرا نگید، قلم پاهای جبهه نامقدس ضد ملی بشکنند. لعنت به روح مصدق السلطنه، اون خائن خبیث کودتاچی با این شاگرد پادوهاش، اون داریوش فروهر گور به گور شده که دستشو گذاشت بین دوتا در و به زنده یاد صدیقی گفت اگر برید نخست وزیری شاه رو قبول کنی باید از روی جنازه من رد بشی، و زن سوگلش از پله ها میاد پایین و میگه آقای صدیقی اگر برید نخست وزیری شاه رو قبول کنی به وجهه ملی ضربه زدی، که دکتر صدیقی دست این نر اولاغ فروخه رو پس میزنه، یه هیکل گاف میشم دیده بودمش من، این بیشرف و توی چیز اون خیابونه میومده اونجا صفی علی شاه بودم چجور میشستن مرکه میشه زوزه گوش میده بیشرف پشت اون خیابونه یادم رفت اسمشو باغ سپه سالار. بعد دکتر صدیقی میفرماین که روحشون شاد، روانشون شاد، جز مخالفین شاه بودن، و من بعد میگم بعد خوب و میگم خوب. دکتر صدیقی میفرماین خانوم فروهر، من وجاهت ملی رو برای سر قبرم نمیخوام، مملکت داره میره، برید جلو شاه رو بگیرید، شاه از ایران نره بیرون. بله، بعد نخست که اعلیحضرت قبول نمیکنن و چه و چه و چه متاسفانه، و چون میدونست اعلیحضرت، میدونست قراره چی کار بکنه، اعلیحضرت میدونست ایران رو قراره بکنه مثل الان سوریه، چقدر بالای 30-40 هزار اسلحه از طریق خوزستان و ایلام و کردستان و کرمانشاه ها وارد ایران شده بود، تو جعبه سیب لبنان سابق گزارش داده بود. 17 شهریور چطوری به وجود اومد؟ از بالا پشتمون ملت رو میزدن، بعد از درون جمعیت امثال هادی غفاری و اون تیمش که امروز شدن محسن رضایی و شدن همین مدده ها، از اونجا به طرف ارتش تیراندازی میشد. 18-19 تا درجدار و افسر و سرباز رو کشتن، پاسبون کشتن، مامور اداره رانندگی کشتن. بعد ارتش بعد چیکار میکنه؟ بعد خودش دفاع میکنه، خودش بعد دفاع میکنه، بعد گفتن ارتش 8000 نفر کشته. اصلا بیشور شما 1000 نفر میشدید تو میدون بیشرفا. همش توطئه بود، همش بازی بود، و این توطئه رو امروز دیگه بابا، امروز دیگه دارین به چشتون دارین میبینین، عکساشو همین الان بهتون نشون دادم. رفتن تو نیویورک، خیال میکنین مرجع روزخان بیشرف بیشخصیت بیتربیت میکروبی ویروسی وبایی بیادب بیپدر و مادر حسن هفخت رو چرا اونجا دعوت کردن؟ دعوت کردن مثلا چی؟ خیلی آدم حسابیه این مرد، که احمق روزخان، سخنرانی مزخرفاتش رو حالا گوش خواهید داد دیگه. مردی که خیال میکنه واسطه بالا منبر مثلا مسجد زین العابدین بیمار واسطه اونجا داره روزه میخونه، ببینید الان گوش میکنی، حالا میاد حالا سخنرانی مزخرفاتش میاد، برید بشین گوش کنید. بعد حالا تو ورقباراشون هم میسن به 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 سخنرانی دکتر، از همه هم دکتر میشن، دکتر احمدی نژاد، دکتر خاتمی، دکتر اکبر دوزه کم بود، جناب دکتر حسن روحانی، به 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 چه نطقی کردن، اصلا تمام دنیا بلند شد و همینطوری بی خودکی داشتن واسه این بابا دست میزدن، با دست هم نمیزدن، با پا میزدن. تو ببینید
چرا آوردنش اونجا؟ به خاطر که کشور نظرم به حالت عادی برگرده. چرا؟ چون اگر ایران به حالت عادی برگرده دیگه جنگ داخلی تو عراق معنا نداره. دیگه کسی اونجا بلند نمیشه به خودش بگه بارزانی من رای گیری میذارم که کردستان از بین بره. دیگه یه احمق بی سواد لات چاخو که قد داره که واقعا بی سواد بی شعور به اسم اردوغان نمیشینه تو ترکیه ار بکنه. دیگه هر ننه من قمری نمیاد توی خاورمیانه واسه خوش منم بکنه. عراق به ثبات میرسه، سوریه به ثبات میرسه، اینا نمیخوان اونا به ثبات برسه. اگر سوریه ثبات سیاسی بیاد تو کشورش شرایط عادی بشه، اگر ثبات سیاسی برگره مجددا تو عراق شرایط عادی بشه، اگر یه آدم حسابی درست حسابی با شرف یا انسانی که دلش به حال ملتش بسوزه بره در آنکارا بشینه بشه نخست وزیر ترکیه، خب منطقه آروم میشه. وقتی منطقه آروم بشه داد و ستد هست. وقتی داد و ستد باشه ما هم با اینا میشینیم از جناح قدرت باشون صحبت میکنیم. آقا بله نیم کیلو سیب دارم، تو مثلا 2 کیلو پرتقال داری، چقدر میفروشی چقدر میخری؟ اون مملکت حساب داره، مملکت برمیگرد سر حالت عادی. بعد دیگه فوتبالیست ایرانی سوار هواپیمای عربی نمیشه بره جام جهانی، سوار هواپیمای مملکت خودش میشه. هنرپیشه ها و خواننده های ایرانی نمیان بچه هاشونو مثل مهناز افشار تو آلمان بچهشو بذات که پاس آلمانی بگیره، افتخار میکنه به اینکه ایرانی باشه. دیگه ملت دنبال اون یارو کیه چیزه محمد شمدوز به خودش میگه شجریان استاد. دیگه من لولو برد، دیگه تموم شد. در همه دیر مغان نیش چون من شیدایی مردم بکن تو منقل، تموم شد دیگه، بازی تموم شد. ملت ایران با شاداب باشه. چرا اومدی شادابی رو از ملت ایران گرفتین؟ چرا نمیذاری جوان ایرانی شاداب باشه؟ چرا نمیذاری جوان ایرانی بره بشینه ترانه‌ای مورد علاقه‌شو گوش کنه، بیاد وارد دنیا بشه؟ چرا جوان ایرانی باید از جوان اروپایی آمریکایی کم بیارن عقب بیفتن از نظر تکنولوژی، از نظر موسیقی، از نظر سینما، از نظر لباس پوشیدن، از نظر پوشش، از نظر خوراک، از همه نظر؟ چرا ملت ایران رو میخواین عقب نگه دارین؟ به خاطر اینکه اگر ایران عقب بیفته اوضاع خاورمیانه به هم میریزه. وقتی ثبات در خاورمیانه به هم بریزه، جمال تو عشق است، ما میتونیم به عربای بیشعور به قطر و بحرین و مطر و انتر و پنتر و همین عاشقای عرب میتونیم بهشون تانک و اسلحه و نمیدونم خمپاره و موشک و هواپیما و هلیکوپتر بفروشیم. برای چی معلوم نیست. مثلا تو الان تمام بهترین موشکای دنیا رو الان بفروش به عربستان، بده به بحرین، بده به قطر، اینا چه غلطی میخوام بکنم؟ بعد 6 7 سال همش میشه آهن پاره. تازه بعد یه پولی هم بدن که ببینن آهن پاره هاشون جمع کنن، آهن پاره های جدید بهشون بدن. مثل کامپیوتر 2 سال 3 سال بعد کهنه میشه، بعد بنزین بیرون. تازه بعد یه پولی هم بدی که اینو میخواد بنزین بیرون، بری کامپیوتر جدید بخری، پروگرام های جدید میاد، به اصطلاح سیستم جدید میاد. اصلا هم همینه. مواد مخدر با بودن جمهوری اسلامی پول به این مطمئنی، انبار به این خوبی. مواد مخدر از طریق مولانا روسیه زیر حمایت ارتش فوق العاده با شرف سرخ روسیه توسط مرد بسیار با شرف، بی شرف به اسم پوتین وارد اروپای غربی میشه. چرا نه؟ اصلا تزشون همین بوده، روسا تزشون همین بوده که با فروش مواد مخدر به اروپا جوانان اروپایی رو به اعتیاد میکشونیم، بعد چیکارشون میکنیم؟ بیشتر بهشون میتونیم سوار بشیم. وقتی بهشون سوار بشیم جوانان خودمون رو مجددا میتونن تو المپیکا برن و مدالای طلا رو قبضه بکنن. همین تز همینا بود. تز خروشوف چی بود؟ تز خروشوف همین بود دیگه. تز کشورهای اروپای شرقی چی بود؟ از کجا مواد مخدر وارد اروپای غربی میشد؟ یکی از کانالاش همون بود، یکی از مراکزش ورشو بود، یکی از مراکز اصلیش همونجا بود. خب چرا جمهوری اسلامی رو ببرن؟ مواد مخدر وارد میشه، اصلاً هم دارن میفروشن. حضورتون عرض کنم نفتم که دارن مفت حراج واقعی، نفتم که دارن میبرن، گازم که دارن میبرن. خب ملت ایران هر زد بزنی تو سرشون، بکشیدشون، به اون بگو سلطنت طلب، به اون بگو کمونیست، به اون بگو منافق، به اون بگو نمیدونم برانداز، به اون بگو جانداز، هر چی میخوان بگین. یه ادم جمع کردم مثل معصوم قمی فرستن خارج از کشور، برادرم برا گرفته خفه بنیر. هست دیگه، اینقدر خیال نکنید با شعور ملت ایران میتونید بازی بکنید. یه ادم فرستن خارج از کشور مثل این بی شعور و شیرینک عبادی و اون احمق در به داغون قرازه نسرین ستوده، بعد یه سری به اسم خبرنگار بی شعور میشینن جلوی دوربینا، بعد را بندازیم من 14 من معصومه نفر 14 منو 14 خب چرا نمیایید بگید که رضا پهلوی گفته من وکیل مردم ایرانم؟ خب بیاین بگید من نفر اولم. من الان اینو گفتم، نوشتم گوشم تو اینستاگرام، باری کلا به بچه‌ها همینطوری دارم مینویسن، دمتون گرم. تو تلگرام هم گذاشتم همینطور بچه دارم می نویسن. در گوش من ننویسید، پخشش کنید اینو توی دنیاهای مجازی، پخش کنید، بیستید در برای اینا. مبارزه است آقا، مبارزه. چرا متوجه نمیشی؟
نشین نگه تو فیسبوک و تو اینستاگرام تلگرام اینقدر چرت و پرت برای هم دیگه پخش کنید. من واسهتون چیزشم درست کردم نوشتم، وکیل من رضا پهلوی، وکیل من علیرضا سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، همین پخشش کنید به اسم خودتون نه به اسم من. من که نمیدونم چه مطرح بشم که خودم بکشم واسه خوش خود مطرحی. پخش کنی بیسید پشت پادشاهتون، جلومونو گرفتن. بعد ناراحت نشید که چرا علیرضا میره میشینه با این اون گفتگو میکنه، ناراحت نشید چرا هر کسی هر ناکسی به خودش اجازه میده بشینه با اون طرز قیافه و با اون بیان کثیفش بشینه در برابر علیرضا گفتگو کنه. ناراحت نشین، تا زمانی که تو سری خوریم همینه، تا زمانی که تیم ضعیفه باید گل بهش بزنی. ما رفتیم تو زمین گل بزنی، تیم ضعیفه 10 تا 20 تا 30 تا هر چی میده 50 تا بهش بزنی، تیم قویه نمیتونی بهش گل بزنی. سعی کنی قوی بشی. علیرضا داشت کشور قوی میکرد، شاهنشاه آریامهر و حتی رضا شاه بزرگ، این دو بزرگوار میخواستن بودجه مملکت بالا بره، پول تو مملکت زیاد باشه، مردم به رفاه برسن، بیمه های اجتماعی باشه، مردم دیگه نون جو نخورن. چلو کباب گذاشت سر سفرمون خوردیم، نوشیدنی خوب گذاشت سر سفرمون، آب آشامیدنی خوب بهمون داد، کمکمون کرد، زحمت کشید برامون، موهاشو سفید کرد، ارتش درست برامون درست کرد که کسی نتونه به ناموس ایرانی چپ نگاه کنه. کی میتونست به ایرانی بگه والا چش دبروه؟ تو جهان مطرح شدیم، قوی شدیم. برای همینم آقای علیرضا شاهنشاه میشست توی کاخ، پاشو میداخت رو پاش، قشنگ محکم تکیه میداد، میگفت ملت پشت من. چرا علیرضا میفرمودن انقلاب شاه و مردم؟ انقلابی که من و شما باعث شدیم، نگفت انقلاب شاه، انقلاب سفید شاه و مردم، انقلاب سرخ نبود، انقلاب خونی نبود، انقلاب کفگیر و کبیر انگلیس فرانسه نبود، انقلاب روسیه اکتبر روسیه نبود، انقلاب سفید بود. حالا لگن فروش دوز میخواهیم انقلابی را بندازیم، خفه بمیر گاف میش. ملاحظه فرمودی؟ حواستون باشه بچه ها، ما با یه دست باید با 100 تا جبهه بجنگیم. بفرمود تو لندن نشستم برای تجزیه ایران، نه که غلطی بتونم بکنم، نه که پوزشون رو یکی میکنیم، پرونده شون رو خاموندیم، تموم شده. جریانی که پشتش حسن صدقه خور باشه و لگن فروش دزد و 4 تا الدنگ دیگه ولش کنید از هیچی، ولی هست این جریانات هست. محکم باید وایسیم جلوشون، باید محکم وایسیم جلوشون، چاره ای نداری. اینا پول دارن میرن آدم میخرن، زن میذاره بغل ازش، جوون میره و میذاره، از این ور میاره، از اون ور میاره، آدم دارن اینا، آدما رو جمع میکنن دور و بر خودشون. ما نداریم. بفرمایید الان نشستیم آقا 20 دلار، خانم 30 دلار، اون آقا 50 دلار، اینطوری داریم سنگر نگه میداریم. اینا پول براشون میرسه. به خداوندی خدا خیال نکنید من بهتون دروغ میگم، خیال نکنید من با اینا پدر کشتگی دارم. به شرافت بشری پولهایی که اکبر دزده از تو سفره شما ملت دزدید، همه رو آوردن لندن و کانادا، از اون طرف دارن پول میرسونن به تلویزیون لس آنجلسی. شکی نکنید به این داستان. و اینا چجوری 20 سال نشستن دارن چرت و پرت به شماها میگن؟ 20 سال اینها شما سر کار گذاشتن، 20 سال اینها به شما دروغ گفتن، 20 سال اینا بلا رو سر شما آوردن، 20 سال نشستن گفتن اصلاح طلب، اصولگرا. آقای خامنه ای فرمودن، آقای خامنه ای اگر بمیرن اینطوری میشوند، آقای خاتمی البته یه مسائلی هم هست خیلی قاله، آقای دکتر نظر شما راجع به آقای چیز چیه، این احمدی نژاد یه مقدار، همش بحث های الکی، هیچ بحث علکی، هیچ سمن یغاز، بحث هیچی. این بهش نمیگن براندازی، این بهش میگن جا اندازی. اینا جا اندازی کردن برای رژیم، اینا جا انداختن رژیم رو، جا انداختن. خودشون هم که شغل شرافتمند داره جا اندازی رو دارن، منتهای مراتب بعضی موقع کلاهاشون با هم عوض میشه، همشون بدون ادعا، بدون کوچکترین شک و تردیدی. آقا من بهتون بارها گفتم تو همین لس آنجلس 700-800 هزار ایرانی هست، اسم 10 تن میهن پرست را لطفا نام ببرید، 10 تا اسم 10 تا میهن پرست رو نام ببرید. کجا؟ فقط میرم شب نشینیشون و قمارشون و عرق و تریاک و قبل از اینکه بیان جلو دوربین بشینن تا خرخره کوف کردن، مثل یارو مرگی که خیال میکنه خیلی هم شجاعه، پروفسوره، آدم بی شعور احمق. من دکترا اقتصاد دارم، خفه بمیر، سیامک ندم چی خفه شو، بی شعور بی سواد ابله. هر از چنگایی هم افسارشو شل میکنه لندن، حزب دموکرات امریکا، آقا بیا شروع کن پاچه بگی، تمام حرفش هم ضد رضا پهلویه. چرا؟ چون علیرضا اینا رو تحویل نگرفته، سوختن، مثل اسمال بزا سوختن، علیرضا اینا رو تحویل نمیگیره، به بازی نمیگیره توشون. بنابراین ببینید مردم، بهترین فرصت نصیبمون شده، دارم بهتون میگم، بهترین فرصت نصیبمون شده. الان یک بخشی از جهان متوجه فرقه تبهکاران شده که اینها دنیا رو جدا سر کار گذاشتن.
اینا واقعا میخوان ایران رو اتمی بکنن. فرقه تبهکاران ضد یهودیه، ضد تمدنه، ضد بشریته، ضد صلح و آزادیه، ضد امنیته. اینها دقیقا مثل اون مرداب رو دیدید که توش این زالو جمع میشه. اینا هم اگه مرداب نباشه زالوی در کار نیست، دور از جون زالو، زالو استفاده پزشکی داره. اینها اگر دنیا در امنیت باشه، منطقه در صلح و امنیت باشه، کشور در امنیت باشه، سرصدا مردم بلند میشه آقا من نون ندارم بخورم. دیگه جنگی با کسی ما الان نداریم. عراق که دیگه نمیجنگه. میگه دشمن پشت مرز، دشمنی هم پشت مرز نیست. همه سر جاشون همه نشستیم. چرا نمیذارید؟ چرا به ما کار نمیدید؟ چرا بچه‌هامون رو میفروشید؟ چرا شرف آبرومون رو دارید میفروشید؟ چرا خاک ما رو میفروشید به امارات عربی متحده؟ چرا اجازه نمیدید تو مملکت ما موسیقی باشه؟ چرا اجازه نمیدید زنا برن توی استادیوم فوتبال؟ این چراها شروع میشه، با چراهای کوچیک شروع میشه، با رفتن زنا. نگه مشکل ما این باشه، ولی جزء مشکلات ماست. آره شما غلط میکنید، به گور پدرت رو میخندی به زن ایرانی میگی تو خیابون اونجوری که من بهت میگم باید لباس بپوشی. تو به گور پدرت میخندی، به گور پدر جد آبادت میخندی، به گور پدر بنیانگذار اسلام میخندی. بی شرف، به ما چه مربوطه در صدر اسلام کی چجوری لباس میپوشیده؟ ما رو زنه. تو غلط میکنی به جوان ایرانی میگی چه جوری لباس پوش چه جوری نپوش. تو غلط میکنی به جوان ایرانی میگی چرا مشروب خوردی، به تو چه مربوطه؟ تو غلط میکنی اصلا به ملت ایران توهین میکنی. شما کی هستین که به ملت ایران توهین میکنی؟ چرا به ملت ایران توهین میکنی؟ چرا ملت ایران رو شلاق میزنی؟ حالا یه نسل اومده اینترنت هست، همین چیزی که غربیا دادن به دست ما، بچه‌ها الان آگاه شدن اومدن اینا. ای بابا نگاه تو دنیا چه خبره با این قیافه هاشون، این اروپایی ها، این دخترها و پسرهاش اینجوری نگاه نکنه، همش رنگ و روغنه. اینا رو میخواید ببینید صبح بیاید ببینید. خوشگلترینشون، زیباترین زن اروپایی در بهترین حالت، شبیه این یارو آذرپاکوتاست. صبح بیاید اینا رو ببینید. خوشگلترین، خوشتیپترین مردشون مثلا در حد برام شطوره، واقعا برام شطوره در برابر بعضی از این مرد اروپایی مثل آلن دلون میمونه. خیلی باید به خودش افتخار کنه. چرا بچهای ایرانی رو نمیذارید زندگی کنن؟ اصلا به شما چه ارتباطی داره؟ آقا ما نمیخوایم، آقا ما اصلا نمیخوایم مسلمون باشیم، به تو چه مربوطه؟ آقا من نمیخوام مسلمون باشم، به تو چه مربوطه؟ نمیخوام. به شما چه ارتباطی؟ شما چرا میخواید به زور ما رو مسلمون کنی؟ چرا به زور به ما میگید بعد قرآن بخونی؟ چرا به زور میگید ما بعد بریم تو ماه رمضان روزه بگیریم دهنمون گند بگیره؟ چرا؟ به شما چه مربوطه ما بعد 17 دفعه دلار راست بشیم چرا اون بتخانه؟ نمیخوام آقا، نمیخوام. پدران ما به هر دلیلی بیشعور بودن، ترسو بودن، جنگو باختن، به هر دلیلی مسلمون شدن. یه نسل بلند شده میگه آقا نمیخوایم، نمیخوایم آقا، ما میخوایم برگردیم به اصالت خودمون، میخوایم زرتشتی بشیم، اصلا نمیخوایم دین داشته باشیم. به شما چه مربوطه؟ چرا داری زور میگی؟ بعد خانوم مرکل، ببخشید گفتم خانوم، کثافتی به اسم مرکل، کثافتی به اسم ماکرون، کثافتی به اسم جانسون و پوتین و سایر اراذل اوباش به اینا دارن میگن که ما چشمامون رو هم میزنید، مردمتون رو بزنید، آتیش بزنید، منفجر بکنید، شلاق، اصلا همین کارا رو بکنید. ما هم گهگاه یه چهار تا فوشم بهتون میدیم. شما اصلا به حرفای ما گوش نکنید، دلگیر نشین از حرفای ما، کارتون رو بکنید. بهترین اسلحه هم دستتونه. آقا ما که مسلمانیم، اعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحیم، ما مسلمانیم آقا. در اسلام گفتن که خانم‌ها باید پوشش اسلامی داشته باشن، هر کی نداشته باشه با شلاق بخوره. در اسلام گفتن هر زنی با هر مردی بره سان فرانسیسکو، اگه این شوهر داشته باشه اون زن داشته باشه، باید مثلا سنگسارش بکنیم. در اسلام اینجوری گفتن، در اسلام اونجوری، هر جا چپ میری راست میای، الله بت بزرگشون رو با شمشیر گشتن زیر گلوما، یه شمشیر گشتن زیر گلوما، مثل اون یارو که یه پرچم سبز گشته نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، یه قمه برش گشته واسه شمشیرش. بابا اون حقشه این کارو بکنه، چون این حلبی سازی و پدر سوخته بازی مال اون طویله بوده، نه مال ایران. به اونا رب داره. تازه اونا الان اومدن به زناشون اجازه دادن تو خیابونا، هر جو دلتون میخواد بگردی به پلیس هم گفتن یه کسی مزاحم زنا شد دستگیرش کنیم. تازه عربا یواش یواش دارن آدم میشن. بعد ما که آدم بودیم ما رو از آدمیت آوردن پایین. ای بابا، تمدن از ما گرفتن، ارتجاع رو به ما دادن. بعد اونا که مرتجع بودن ارتجاع رو خودشون دارن میگیرن، تمدن دارن به خودشون میدن. که فردا تو کتاباشون میرسن در سال 2019 زنان عربستان، زنان بحرین، زنان قطر
آرایش میکردن، کیف میکردن، دیسکو میرفتن، دختر و پسر داشتن تو خیابونا کوکاکولا میگرفتن، چیز مینوشیدن، دیسکو داشتیم، فلان داشتیم. در سال 2019 زنان و مردان ایران به خاطر خوردن یه لقمه قیمه که مردشور اون معده‌تون رو ببرن، مردشور اون حلقومتون رو ببرن، خاک بر اون سرتون کنن که آبروی ما رو تو دنیا بردید، که نمایشگاه زدن تو ایران، نمایشگاه تعطیل شده، وسایلشون یارو همه گشتن اونجا، گفتن دیگه اینا رو نبریم با خودمون، حمله کردن به اون غرفه ها. خجالت بکشید، واقعا خجالت بکشید. عطر ادکلن حالا به خودتون نزنید، چی میشه؟ آبرو داشته باشین تو دنیا، بی آبرو شدین تو دنیا. جلو اون شکم کار خوردت رو بگید، من از صبح تا الان چی خوردم؟ یه لقمه نون و پنیر به روغ مادرم، ولی شرفمو نمیفروشم. جلو شکمتون رو بگیرید، آبرو اون رفت تو دنیا، که فردا عربا بردارن اینا رو تو دنیا، همینطوری که ما داریم میگیم که سوسک میخوردن و مارمولک میخوردن و اله میخوردن، سند رو میکنی، فردا برن برای اون سند رو کنن. بس کنه دیگه، بیا به روی رو بس کنید. سرکار بانو خواهش میکنم شماره 4 شعر نویسی بچه هارم تا من یادم نره، بچه شعر نویسی ها رو همینطوری ادامه بدید، هست و میبینید واقعا وقت نیست الان، من این یه قسمت رو پخش میکنم تا امیدوارم جمعه و روزهای بعد بتونم بیام شعار نویسی ها رو پخش کنم. بچه ها شعار نویسی ها رو ادامه بدین، بیشترش کنید، بنویسید رو در دیوار، بنویسید رو در دیوار، بنویسید رضا پهلوی، رضا پهلوی، رضا پهلوی، جاوید شاه، جاوید شاه، رضا پهلوی، رضا پهلوی وکیل ماست. بنویسید، تمام ایران رو پر کنید از اسم رضا پهلوی، تمام ایران رو پر کنید از جاوید شاه. گوش کنید من بهتون چی میگم، به خدا اثر داره، دارید اثراتش رو میبینید. خیال میکنید ترامپ با همینا نمیشینه گفتگو کنه؟ برای چیه؟ اگه شما ملت واداده بودین، یا به عبارت اون بخش مبارزین داخل کشور، همین دختر پسرایی که میرید این شعارا رو مینویسید، اگه شما هم واداده بودید این شعارا رو نمینوشتید، ترامپ میگه خب ملتش که صداش در نمیاد، اروپا هم میگه آقا نگاه که اصلا ملت صداش داره، ملت اصلا خودشون خوششون میاد اینا رهبر نشن، تو چرا شدی دایه بهتر از مادر؟ بلکن بابا بیاد یه امضا بکنه، یه ماچو بوسه بکنه، تمام بشه بره. اینا هم براشون گزارش میاد از داخل کشور، برای اسرائیل، برای امریکا گزارش داره میره که بابا این ملت بلند شده، این ملت شاهشو میخواد. تو تلگرام، تو اینستاگرام، تو فیسبوک، تو تمام دنیای مجازی مردم همه دارن عکس محمد رضا شاه و رضا شاه و علیرضا رضا شاه دوم پهلوی سوم دارن پخش میکنن، مردم خاندان پهلوی رو میخوان. خب اینا هم اینا رو میبینن که ترمز دستشون رو میکشن. بنویسید شعار، بنویسید جاوید شاه، بگید انقدر نشینه پای رادیو تلویزیون، از دل اینا جز خیانت هیچی بیرون نمیان، اینا خائنن، خائنن، خائن، سر کارتون گذاشتن، به چه زبونی دیگه بهتون بگیم؟ سرکارمون لطف بفرمایید پخش کنید، سپاس از شما. جمهوری اسلامی نابود باید گردن، حکومت اسلامی نابود. جمهوری اسلامی نابود باید گردد، دولتت خفته با دهریمن، خوابت آشفته با دهریمن، به لبانت که گریه میطلبد، خنده نشکفته با دهریمن، دهریمن، از کف کوچه ها خیابان ها نفست رفته با دهریمن، اهریمن، 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 واژه عشق در کتاب تو نیست، از تو نشنفته با دهریمن، اهریمن، اهریمن، تیرباران و تیربارانگاه همه بنهفته با اهریمن، همه بنهفته با اهریمن، این همه تیر آه و خنجر عشق، سینه از سفته با اهریمن، 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 تا فرارت، تا فرارت سروده ای ایران، ای مرز پرگوهر.
سپاس از شما بانو سارا گرامی، خیلی متشکرم. حضور شما عرض کنم که آقای امیر از اوهایو 20 دلار، مرسی امیر خان گل، خسرو و منیر، خیلی ازتون ممنونم آقا خسرو گل و بانو منیر گرامی، بی نهایتتون سپاسگزارم. 50 دلار لطف و محبت کردن. سارای عزیز و کوروش عزیز، نفگه این دو بزرگوار، هر کدوم دونه 10 دلار، دست درد نکنه، روی ماهتونم میبوسم. خیلی ازتون ممنونم سارا جان و کوروش جان، خیلی ازتون ممنونم که فرمودن جاوید شاه و جاوید رضا شاه دوم پهلوی سوم با یک سبد گل برای رضا احمدی، قربون شما برم، خودتون گلین، خیلی ازتون ممنونم. یا آقای هم لطف کردن زنگ زدن به نام آقای مظفر بابایی، خیلی من مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن که دیگه من دیگه خجالت میکشم حرفایی که ایشون زدند و خوشتیپ و نمیدونم خوش سخن و همه حرفات با مدرک و فلان اینا دیگه و خیلی ماجراها منو شرمنده کردید. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مظفر بابایی، لطف و محبت کردید، خیلی ممنونم شما بزرگوار، خیلی سپاسگزارم. و همه عزیز خانم آقایون بچه‌ها، این اولا باری کلا به شعار نویسیاتون آفرین آفرین آفرین، ادامه بدید. گوش کنید من سرباز بهتون چی میگم. به خدا قسم هیچ کس دارید میبینید، من الکی بهتون حرف نمیزنم، امکان نداره یه جمله چرت و پرت از دهن من بیرون بیاد، چون فردا اعتبار کلامم از بین میره. اعتبار کلام انسان وقتی از بین بره دیگه هیچی، بعد بشه مثل لگن پروش دوزده، بعد رسما بشه دوزده کن. گوش کنید بچه من بهتون چیزی که میگم. ببین عزیزان، الان تو نیویورک دارید به چشتون میبینید، عکساش هم نشون دادیم، همه هم عکساش هست. نخست وزیر انگلیس، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه و همه نخست وزیر سوئد و مال بلژیک این ورا دارن میرن به دستبوس آقا. اولا بذارید من یه مطلبی رو حضورتون عرض کنم و اونم این هستش که شما وقتی قیافه کسانی که با فرقه تبهکاران گفتگو میکنن، ملاقات میکنن رو نگاه کنید، قشنگ این دست دادن ها دیگه یه مقداری باید چهره شناس باشید. وقتی دست میدن و مشخصه که مصنوعیه، الان شما تو جمهوری اسلامی هر چی رو نگاه میکنه همین فوتبالشون مشخصه مصنوعیه، یعنی کشوری که با روی پایه نیست همه کاری. مثلا به طور مثال میگم، در زمان شاهنشاه آریامهر وقتی استادیوم 100 هزار نفری آریامهر تأسیس شد، درست شد، در ضمن امشب تولد تیمسار سپهبد پرویز خسروانی، بنیانگذار باشگاه فرهنگی ورزشی تاج ایران، البته فرداست ولی خب میگن شب تولد، روانشون شاد و تبریک میگم به ویژه به همسر گرامیشون در لندن. این بانوی گرامی چقدر زحمت کشید واقعا برای تیمسار و من دستشون رو میبوسم واقعا. تیمسار عزیز ما که عرض کنم در اصل جشن تاجه، جشن تاج بچه های آبی، بهتون تبریک میگم و بنیانگذار باشگاه فرهنگ ورزشی تاج ایران، تیمسار سپهبد پرویز خسروانی که عرض کنم جشن تولدشون هست و تبریک میگیم، تبریک میگیم، یادشون همیشه گرامی، روانشون شاد و جسمم نیستن ولی یادشون همیشه هست، که یکی از عزیزانی که باعث و بانی استادیوم 100 هزار نفری آریامهر بودن، خیلی زحمت کشیدن. تیمسار میرفت با کارگرایی که داشتن استودیوم میساختن، با کارگرا میرفت اونجا نهار میخورد، سرکشی میکرد که استودیوم ساخته بشه. به هر حال وقتی استودیوم ساخته شد مشخص بود این حکومت، حکومت استخونداریه، حکومتی که موندنیه. بازیای آسیایی وقتی برگزار شد مشخص بود این حکومت حکومت موندنیه، تمام کشورهای آسیایی اومدن، حتی چین هم اومد، اسرائیل هم اومد، کشورها عربی گفتن تحریم میکنیم، جرأت داری تحریم کنیم، همشون اومدن، کره اومد، اندونزی، مالزی اومد، همه کشورها، هند اومد، این کشور استخون داره. الان شما نگاه کنی حتی جشن میگیرن برای خودشون، یک کارایی هم میکنن، مشخص رفتنیه. نمیدونم چجوری بتونم این احساسو به شما بدم. حالا یه فایلی رو براتون پخش میکنم، شماره 3 رو حالا خواهش میکنم از سرکار بانو آمادهش کنن. ببینید وقتی که با شاهنشاه آریامهر گفتگو میشد، عکس‌ها رو نگاه کنید، وقتی اعلیحضرت تشریف می‌بردن به آلمان، فرانسه یا به هر جا اعلیحضرت تشریف فرما می‌شدن، به روسیه، به امریکا، ببینید چگونه با اعلیحضرت
برخورد میشد، ببینید چگونه مثلا با ایشون دست. شماره 3 رو اگر لطف بفرمایید. حضور شما عرض کنم وقتی که با اعلیحضرت نخست وزیر وقتی می اومد، وزیر امور خارجه می اومد، وزرای دیگه می اومدن، مشخص بود این حکومت یه حکومت استخون داره. حالا شما نگو با یه حسن افخر یا با اون گاریچی یا اون محمود مشن که یه جون که خدا ان شاءالله یه جو عقل بهش بده، و بقیه‌شون اون اکبر دزده یا سایر اراذل او باشه، همین علی شیره‌ای هم یکی دو بار اینم قاچاقی رفت کره و این ور اون ور. شما می‌بینید قشنگ مشخص یه جوری که زوری دارن تحویلشون میگیرن، یه طوری که چیکار کنیم، ما نفته رو باید بخوریم دیگه، پس باید یه لبخند هم بزنی. مشخص اینا رو تحویل نمیگیرن. طرز برخورد نخست وزیر انگلیس رو نگاه کنید با حسن افخر، این اصلا جرئت میکرد با اعلیحضرت اینطوری صحبت کنه؟ اسنادش از مدارکش هست. نخست وزیرایی که میومدن افتخار داشتن در کاخ نیاوران، افتخار واقعا افتخار شرفیابی داشتن. یا صدر اعظم آلمان شما ببینید چجوری پیش اعلیحضرت نشستن گفتگو میکردن، یا رئیس جمهور فرانسه ببینید با چه حالتی با اعلیحضرت گفتگو میکردن. قبل از اینکه اعلیحضرت بنشینن اونو نمیشستن، همیشه پشت سر اعلیحضرت را میرن، میدونستن با چه شخصیتی با چه دولتی دارن. بعد ببینید با این مرده که ابله بی شعور روزخان، بعد این احمقان باورشون شده که راستوزی علی آباد شهریه، نه بی شعورن از علی آباد ده. احمق طرف جاده قم که میریز رانه ها بزن سمت چپ، ببین سمت راست تو بمیری میبینی علی آبادو بی شعورا. بنابراین بچه ها ما الان در یک شرایط قرار گرفتیم، یک حکومت متزلزل، 40 سال متزلزلن اینا. خب این قیافه علی گلابی به خودشون گرفتن، 40 سال اینا متزلزل. اینا فقط با بمبگذاری، با ترور، با ایجاد وحشت در اختناق در داخل کشور و در خارج از کشور خودشون تا الان نگه داشتن. ریشه دوندن. شوخی نیست 40 سال بمونی، بلکه تو هم یه 4 تا چیز یاد میگیری، تو هم بالاخره میتونی بری یه 4 تا از این ور اون ور پرسجو بکنی، یه حرفای یاد بگیری. خیلی از همین لغتایی که اینا به کار میبرن همین لس آنجلسیا یادشون دادن، چون ارتباط دارن دیگه باشون. بهشون گفتن آقای خاتمی اینطوری نگو، اینطوری باید بگی. تو لفافه بهشون خط میدادن و باور کنید همین جریان اصلاحات این واژه ها رو کی به اینا یاد داد؟ شما خب مثلا آخوند اصلاحات میفهمه یعنی چی؟ اصلا این بیشورا معنا و مفاهیم سیاسی رو نمیفهمه، این اصلا واژگان سیاسی رو میفهمه یعنی چی؟ تو بار از یه آخوند بپرس بگو سوسیالیسم، مثلا میاد تو خیابونا میگن مرد بر لیبرال، برو بهش بگو بیشور لیبرال یعنی چی؟ اومدم یه چیزی بگم، خودم سانسور کردم. یه حزبی برای ما هست بعد بهش میگن لیبرال. من نمیدونم مشروطیت چه دخلی داره به لیبرال، دموکرات لیبرال. به خود هنوز موندم، هیچ کم نیست جواب ما رو بده. سرکار منو لطف بفرمایید، شماره 3 رو ممنونتون میشم. بچه ها نگاه کنید، افتخار رو نگاه کنید، افتخار.
سپاس از شما سرکار بانو سارای گرامی. ملاحظه فرمودید همینان عزیز، آنگلا مرکل خاک بر اون سر، حیف خاک، بی شرف، بی شخصیت، بی شعور. اگر در زمان شاهنشاه آریامهر به شرافت بشری سوگند، تو همچین افتخاری نصیبت نمیشد، فقط به خاطر تیپ و قیافت، که اگه سر و تحت رو بزنن یک اتوبان میشه باهاش آسفالت کرد. که تو بیای بشین این افتخار رو داشته باشی، بیای در کنار پادشاه ایران، به شرافت بشری سوگند، به عنوان که بری این برگا میریخت، برگای درخت ها میریخت تو خیابون، توی کاخ سعدآباد، کاخ نیاوران، که اون برگا رو بری جمع کنی. خلایق آنچه لایق، لیاقت جهان کنونی حسن هفقته، لیاقت جهان کنونی محمد گاریچی بود، لیاقت جهان کنونی اینی. بچه اینقدر نشین تو تلگرام لیا آقا احمدی کاری نمیشه که لیاقت ملت اینه، نه به ملت توهین نکنی، یه جایی وا دادن، آره اینا لیاقت ما نبودن، اینا لیاقت دنیاست، لیاقت کاخ کرملین محمود مشنگه، نه شاهنشاه آریامهر. لیاقت سازمان ملل حسن هفخت و محمد گاریچی و علی شیرهی و اون یارو کی بود؟ رجایی، گروهبان سه اخراجی ارتش بود، نخود لوبیا دزدید، دزد بود، محمد علی رجایی دزد بود، دزد بود، از ارتش با انداختنش بیرون، نیرو هوایی انداختنش بیرون، گروهبان سه اخراجی بود. بعد بری تو سازمان ملل، اون کفش کثیف و اون جوراب بوگنی کثیف تو از پا در بری که مرتشون قیافت ببرن، بعد پاتو بذاری رو میز، بعد بگی که شاه منو شکنجه داده. آ چیز از این چه ربطی به شیخه داره؟ نیویورک چه ربطی به شکنجه شاه به تو داره؟ من که احمق بیشور. اینا لیاقت جهان اینه، لیاقت جهان روح الله الموسوی الخمینیه. چرا ترامپ اینا رو تحویل نمیگیره؟ به خاطر اینکه حداقلش اینه که تا این لحظه، فردا چی بشه من نمیدونم، تا این لحظه دارم میگم، تا این لحظه این آقای ترامپ فهمیده بابا لیاقت من حسن هفخط نیست. آخه به زن من یه نگاه بکنید، من بخوام با اینا رابطه داشته باشم، من با زنم باشم برم کجا؟ مثلا برم پیش زن حسن هفخط؟ آخه یه حساب دو تا چهار تا دیگه، ما قرار نیست اگه میخوایم رابطه داشته باشیم، آمریکا مثل آلمان نیست، آلمان داره میچاپه، هیچ کدوم از صدر اعظماش هم نمیرن ایران. چرا؟ فقط وزیر امور خارجه میفرستن. چرا؟ چون تحویل نمیگیرن ایرانو، فقط دارن میچاپن. الان عکس دیدید ویلی براند در کاخ نیاوران افتخار شرفیابی بغل اعلیحضرت داشت، نشست رو مو. خب شما هم خودتون میدونید که اینا کیان، فقط دارید میچاپی. پس لیاقتتون همینه، لیاقت نخست وزیر انگلیس حسن هفخته. برای همینه که از دل فرقه تبهکاران کمپوزیسیون میاد بیرون، نه اپوزیسیون. کمپوزیسیونش کی میشه؟ حسن صدق خور، پدر کسافتش کی بوده؟ سید کاظم شریعت مداری، به خودشون میگن آقا کاظم شریعت مداری، آخوند نوکر انگلیس که جلو اعدام خمینی رو گرفتیم، بیشرف گور به گور شده، و سایر عرازل اوباش که کمپوزیسیون ایرانی بشه معصوم قومی، که خبرنگارش بشه علی تجزیه، که گویندش بشه لگن فروش دزد، که بیاد بگه ما پستیم. خب لیاقت اون حکومت اینه کمپوزیسیون. چرا من میگم کمپوزیسیون؟ چون اون پوزیسیونی در کار نیست. کدوم پوزیسیون؟ کدوم اون پوزیسیون؟ کو کجاست؟ بچه ما نمیبینی که برید لندن، بعد برید بشینید با حسن صدق خود نماینده بمیزید، با حسن صدق خود راجب چی صحبت کنی؟ اپوزیسیون. بابا حالتون خوش نیست، برید به یه نیمتخ بندازید رو مغزتون. سرکار بانو ایزابل از جورجیا، $100 دست شما درد نکنه بانو ایزابل عزیز از جورجیا، مرسی از شما. و آقای مازیار $30، مرسی آقای مازیار گل، دست شما هم درد نکنه، اسامی رو خواهم گفت. خب لیاقت دنیا همینا هستن. شاه حیف بود برای این دنیا. چرا به شما میگم بنیانگذار تمدن نوین؟ چون آدم شیک، خوشتیپه، خوشپوشه. اصلا شما تیپ قیافه اون علازات نگاه کن، شما یک دونه الان یه دونه رهبر تو دنیا من بگو خوشتیپ باشه با این لباسای گرون قیمتی هم که میپوشن. مرد ورزشکار، فوتبالیست بود، والیبال بازی میکرد، بهترین شناگر بود، بهترین اسکی باز بود، بهترین اسبار بود، یه آدم سالم، نه شیره‌ای بود، نه هروئینی بود، نه مواد فروش بود، نه مثل این رهبران
اروپا عرق‌خور و آبجوخور و مست و نمیدونم مثل اون آمریکای جنوبی کوکائین فروش و با کشتی کوکائین بفروشه، نمیدونم با هواپیما مواد وارد کنه. یه انسان سالم منطقه رو سالم کرد، بعد هر کس میومد پیشش اول هر کس میخواست اعلی حضرت رو ملاقات بکنه این افتخار نصیبش بشه. هر کس از عجوزه لندن تا رئیس جمهور امریکا تا هر کس که این افتخار میخواست نصیبش بشه با پادشاه ایران در داخل کشور و یا در کشور خودشون از اعلیحضرت پذیرایی بکنن، اولین فکری که میکردن ما چه لباسی باید بپوشیم. سه روز اعلیحضرت تشریف میبردن پاریس، رئیس جمهور فرانسه 6 دست لباس عوض میکرد، تمام خیابونا رو برق مینداختن، میدونستن چه شخصیتی داره میاد. حسن هفخط مثلا وارد فرانسه بشه چی ازش با چی ازش پذیرایی میکنه؟ پی میرزا زیر پاش او کسی نیست من که روز خون. این لیاقت دنیاست، شما لایق اینایید، ما لایقشون نیستیم، برای همینه داریم داد میزنیم، برای همینه که ملت ایران 30 سال 40 سال ایستاده، 40 سال ایستادیم که به دنیا بفهمونیم غلط زیادی کردید که میرید میشینید تو نیویورک با اینا گفتگو میکنیم. نماینده ما در واشنگتن نشسته، علازه سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، تا چشمتونم کور بشه. ایشون نماینده ملت ایران، ایشون پادشاه ایرانه، ایشون نماینده ماست. اگر میخواید با ملت ایران گفتگو کنید باید برید بشید با صاحب مملکت گفتگو کنید. حسن هفخط که ما در ایران مرکل بیشعور، ما در ایران برو از سفیرتون بپرس، ما در ایران به آخونده میگیم ملا، ما به اینا دو تا یک قرونی یعنی 2 سنت شماها از این 2 سنتیاتون 2 سنت به اینا میدیم، اینا برن بشینن اون بالا برای ما چرت پرت بگن، 200 سر ما رو گرم کنن. اینا سرگرمی هم برای ما، سرگرمی بودن برای پدر بزرگای مادر بزرگای ما که رادیو نبود، سینما نبود، دیسکو نبود، تلویزیون نبود، تئاتر نبود، نبود هیچی نبود. اینا برای پدر بزرگا و مادر بزرگای ما سرگرمی بودن. الکی 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 قیمتشون از 2 سنت شد 5 سنت 10 سنت 20 سنت 50 سنت دیگه، این آخرا رسید به یه مارک. کسی نیستن اینا، ولی تو لیاقتت اینه، واقعا هم ثابت کردی دیگه، نشینی زر زیادی بزنی تو اون تبیلهی که اسمشو گذاشتی کاخ صدارت اعظم آلمان در برلین، دیگه نشینی زر بزنی آزادی زنان ما رفتیم و در مورد حالا میاد تو آلمان رو شروع میکنه خالی بندی. من با پرزیدنت ایران که صحبت پرزیدنت خاک بر اون سر که این وضعو میگی پرزیدنت، من با پرزیدنت ایران که صحبت کردم البته در مورد مشکلات زنانم گفتن، وای تو بمیری اگه تو نمیگفتی مثلا مشکلات زنان ایران حل نمیشد، تو بمیری کفنت کردن. تو اگه بیل زنی آنگلا مرکل، الحمدلله ما هممون دیگه آواره دنیا شدیم از جیکوپیکتون و از همه چیزتون خبر داری، تو اگه بیل زنی اول یه بیل تو کشور خودت بزن که از هر 100 آلمانی 90 تاش وابسته به کارخانجات، وابسته به دولته. تو خودت هم میدونی که فقط تو این مملکت 5% به گفته روزنامه‌های خودتون، نشریات خودتون دارن اینو می‌نویسن، نشریات به اصطلاح سیاسیتون، اشپیگل که جرأت نمی‌کنه. خودت هم میدونی چرا، اشپیگل دیگه شده چیز ساندویچ فروشی داره دونر کباب داره تبلیغ میکنه، اون فوکوس و اون بقیه آشغالایی که اسمشون گوشتی نشریه سیاسی خودتون دارید می‌نویسید. در آلمان 5-7% در اون بالا نشستن، مثل فرانس بکنباور این تیپا نشستن دارن حال میکنن، بقیه‌تون همتون بدهکاری. آلمانیا همشون بدهکارن، فقیرن، آلمانیا فقیرن، به این تک و پوزشون رو سگ گرفته تو بغلشو پیشی گرفته تو، به اینا نگاه نکنی، صدای دهل از دور شنیدن خوش است، ببین تو تا ببین چه خبره. همسایه آلمانی من از من خارجی اومده به شرافتم سوگند 150 یورو قرض کرده، اینو به من 30 یورو 20 یورو 30 یورو 20 یورو داد، 4-5 ماه طول کشید 150 یورو رو برگردونه. خدا شاهده، نه یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، من در ایران از گرسنگی به شرافتم بمیرم حاضر نیستم به هیچ خارجی، این خارجی میخواد پاکستانی باشه میخواد آمریکایی باشه، برم رو بزنم بگم به من یه تومان بده و برم یه نون سنگک بیام بخورم که نمیرم، نمیکنم این کارو، در خونه ایرانی میرم، در خونه خارجی نمیرم. ببینید اینه کشورتون، تو اگه بیل زنی برو یه بیل تو کشور خود بزن که امنیت کشورت به گفته خودتون، امنیت کشورت رسیده دقیقاً به صفر در هامبورگ، فرانکفورت، برلین، این شهرهایی که بهتون میگم فاجعه است اینا، فرانکفورت، هامبورگ، برلین فاجعه است. جرئت نمیکنی ساعت 10 و 11 شب بیای تو خیابونا. نه آقا رضا اینطوری هم نیست دیگه، واسه من نمیدونی خالی ببندی، من بچه این مملکت شدم دیگه، 33 سال تو این تویلم، حالا نسبت تویله لیاقتتون همینه،
خلایق اون جلایق، امنیت امنیت زمان شاه بود. من با مادرم میرفتیم به شرافت بشری کاباره، پدرم نبود، سر کار بود، کشیک بود، به شرافتم سوگند، با داییم با خالم، جوون، من بچه بودم. ساعت 12:01 بعد نصفش از کاباره میمدیم بیرون، صحیح و سلامت میمدیم تو خونه. تازه کلانتره اگه میدید تا دم خونه اسکورتمونم میکرد. این بهش میگن کجا تو همچین کجا همچین امنیتی دارین تو فرانکفورت و هامبورگ و برلین، همین سه تا شهری که اینقدر ادعا میکنین پایتخت جمهوری فدرال آلمان. برو بابا کش که تو بسا. از همه همیانان عزیز خانم آقایون بی‌نهایت سپاسگزارم. فردا شب تلویزیون از من خواسته بودید فرکانسشو ببخشید نمیتونم بگم، میشه تبلیغ تلویزیون دیگه، تو سایت میذارم، تو کانال تلگرام میتونید نگاه کنید، تو سایت هم بزنید تلویزیون پارس اسرائیل همچین چیزی، تی وی اسرائیل فکر کنم بتونی پیدا کنی به احتمال قوی. فردا شب ساعت 8 شب به وقت عرض کنم آلمان، یعنی همین الان همین لحظه عرض کنم اونجا هستیم. جمعه هم که در خدمتتون خواهیم بود در سنگر ایران آریایی. اسامی رو من بخونم: آقای آلن از کالیفرنیا $100، بانو پروانه $50، آقای ناصر $30، سرکار بانو ماندانا لس آنجلس $50، آقای محمود پشیمان $20، خانم بانو نانسی $50، آقای امیر اوهایو $20، جناب آقای خسرو و سرکار بانو منیر $50، سارا و کوروش عزیز نوه دو بزرگوار $20، با جاوید شاو و یه سبد گل، ایزابل از جورجیا $100، سپاس از شما بانو ایزابل گرامی، و آقای مازیار $30، و سپاس از آقای مظفر بابایی به خاطر لطف و محبت. و بله، و هم اکنون آقای عباس از ایالات متحده آمریکا، آقای عباس از آمریکا $60. آقا عباس دست شما هم درد نکنه، بی‌نهایت از شما هم سپاسگزاریم. یه ترانه هم هست از زنده یاد مهستی: دنبال چه میگردی اون رفته از این شهر. هر بار من اینو گوش میکنم، امشب هم فقط به این مناسبت براتون پخش میکنم که ببینید دنبال چی دیگه داریم میگردیم. شاهمون رو اذیت کردیم و رفت از اون شهر، قلبش رو شکستیم، دلش رو آزردیم، عشق به چشمش آوردیم، برش گردونید، معذرت بخواید ازش، عذر بخواید از خدای ایران، عذر بخواید، هممون معذرت بخواید. آریامهر ما رو ببخش، غلط کردیم، غلط کردیم، واقعا غلط کردیم، ما رو ببخش، مورد عفو ملوکانه قرار بده، کمکمون کن آریامهر، آریامهر بزرگ، رضا شاه بزرگ، کمکمون کنی تا بتونیم اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم برگردونیم ایران، و از دست این اژدها، از دست این جنایتکاران، از دست این اراذل اوباشی که اسم خودشونو گذاشتن سیاستمداران جهان نجات پیدا کنیم. ملت بزرگ ایران، دست به دست هم بدین، فریاد بزنید، بیاین تو خیابونا، نترسید، فریاد بزنید و بگویید ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، پهلوی کجایی به داد ما بیایی، جاوید شاه کدوم شاه، رضا شاه دوم پهلوی سوم. شاد و پیروز باشید، چشماتونو باز کنین، سینه سپر، مقتدر، محکم محکم حرف بزنید، محکم سرو نیارید پایین، ایرانی نباید سرش بیاد پایین، محکم جلو رو نگاه کنید، برید بریم تو دل دشمن، ما پیروز میشیم، فرقه تبهکاران کارش تمومه، خدا شاهد کارشون تمومه، به این جنگولک بازی ها نگاه نکنید، ما فرقه تبهکاران رو میبریم، باید ببریم، شکی نکنید، میبریمش، شکی نکنید. شاد و پیروز باشید، تا جمعه که در خدمت خواهیم بود با سپاس از سرکار بانو سارای گرامی و همه عزیزانی که لطف و محبت کردن، و شما همیانان گرامی که به عرض بنده توجه فرمودید. پاینده ایران جاوید شاه، کدوم شاه، رضا شاه دوم پهلوی سوم. ما زن و مرد جنگیم، علی شیره‌ای، بجنگ تا بجنگیم، میکشیمت پایین از منبر خون. پاینده ایران جاوید شاه.
شهر اون رفته از اینجا بیهود نکن کوشش که اون گم شده ما دیگه نمیشه پیدا از بس که تو آزردی دلش رو گریون به چشای خوشگلش رو به دنبال حبس میرفتی آسو نادیده گرفتی مشکلش رو عاقبت شبی شکسته آزم از شهر و دیار ما سفر کرد از عشق تو ای دل حواس کن اون فرشت خوب صرف نظر کرد دنبال چه میگردی اون رفته از این شهر اون رفته از اینجا بیهود نکن کوشش که اون گم شده ما دیگه نمیشه پیدا از بس که تو آزردی دلش رو گریون به چشای خوشگلش رو به دنبال حبس میرفتی آسو نادیده گرفتی مشکلش رو شسته بیدم در آرزوی لحظه دیدم از شدت تنهایی و غم شد همسایه و هم صحبت دیوار خسته و افسرده شدم دست تو غمگین و آزرده شدم دست تو گفته به خود که محنت جدایی بهتر از قصه بی وفایی دنبال چه میگردی اون رفته از این شهر اون رفته از این دل بیهوده نکن کوشش که اون گم شده ما دیگه نمیشه پیدا شکست آقه بردر قفص را گذاشت زیر پا عشق و قفص را دنبال چه میگردی اون رفته از این شهر اون رفته از این دل بیهوده نکن کوشش که اون گم شده ما دیگه نمیشه پیدا شکست آقه بردر قفص را گذاشت زیر پا عشق و قفص را